بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین ادب و احترام خدمت شما خوبان و مهربانان، امیدوارم که در هر گوشه این کره پهناور که هستید شاد و خرم و پیروز باشید و توفیقات روزافزون الله تعالی همیشه نصیب راهتان باد. خدا رو شاکریم که یک بار دیگر این فرصت در اختیار من و شما قرار گرفت تا باز هم به خاطر تلاوت قرآن مجید، فهمش، حفظش و عمل به طریق اولا به آیات قرآن کریم در کنار هم گرده هم بیاییم. در یکی دیگر از برنامه های حفظ قرآن، در کلاس دیگر از کلاس های حفظ قرآنمون، و بیاری الله تعالی در این برنامه به همراه شما عزیزان مختصری از آداب تلاوت قرآن رو مرور خواهیم کرد و بعد از اون به صفحات 30، 31 و 32 از آیه 191 تا 210 سوره مبارکه بقره خواهیم پرداخت و ترجمه مختصری از محتوا و معانی این آیات، و در پایان انشاءالله اگر الله تعالی این فرصت رو در اختیار ما قرار داد و فرصتی باقی مون، توصیه هایی که نیاز هست در تکرارها و بعضی از موارد جزئی تر در بحث یادآوری آیات و به خاطر سپاری مد نظر باشه. در برنامه های گذشته مختصرا در برخی از آداب تلاوت قرآن کریم رو در باره مقدمات قبل از آداب قبل از تلاوت قرآن کریم ذکر کردیم که من جمله مهمترین مسئله اخلاص بود، و از اونجایی که در عبادت ها همیشه در تمامی عبادت ها مهمترین مسئله اخلاص و نیت خالصانه به خاطر الله تعالی است و شرط پذیرش عمل در نزد الله متعال، یکی اخلاص در اون عبادت و عمل هست و دومیش اتباع اون عمل و پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم در اون عبادت. بحث اخلاص مقدار دربارش توضیح دادیم و به هر حال حتما عزیزان هم به اندازه کافی در این باب آگاهی و اطلاع دارن و اهمیت موضوع اخلاص و نیت خالصانه در باب عبادات و علل خصوص باز موضوعی که برمیگرده به قرآن کریم، تلاوتش، حفظش و عملش. و امیدواریم که الله تعالی ما رو از جمله کسانی نگردونه که خدای نکرده مبتلا شدن به ریا و عبادتاشون به خاطر تظاهر و به خاطر جلب نظر دیگران هست، نه به خاطر الله متعال. مسئله دیگری که در بحث مقدمات آداب تلاوت قبل از قرآن کریم ذکر کردیم بحث وضو بود و اینکه طهارت، حالا به معنای عام‌ترش طهارت، اگر انسان نیازی به غسل پیدا کنه غسل بکنه و اگر نیازی به وضو داره وضو داشته باشه، و علی خصوص در هنگام دست زدن به مصحف و آیات کلام الله مجید انسان نیازی به وضو داره و از آیه لا یمسه الا المطهرون در سوره مالکه واقع استناد میکنن مفسرین و فقها که انسان باید در هنگام دست زدن به آیات کلام الله مجید وضو داشته باشه، هرچند که در هنگام تلاوت کردن بدون دست زدن به مصحف نیاز به وضو نیست و میتونه انسان بدون وضو هم تلاوت بکنه،
اما شایسته است که در همون هر لحظه زندگی انسان مسلمان با وضو باشه. وضو سلاح انسان مسلمان در برابر شیطان. و یک سرباز در میدان جنگ، در میدان جنگ همیشه باید سلاحش به همراهش باشه و آماده باشه برای دفاع از خودش. و بهترین سلاح برای انسان مسلمان وضوست، چرا که ما در میدان جنگ با شیطان و سربازان شیطان و شیطان صفتان از انس و جن در این میدان ما قرار داریم و شایسته است که همیشه با وضو باشیم. و این استثناء را هم ذکر کردیم که درباره به حال تلاوت خواهرانی که در عادت ماهیانه قرار دارن میتونن که این استثناء برای عزیزانی که مشغول به تلاوت قرآن به قصد حفظ قرآن هستن، این استثناء فقها این استثناء رو قائل شدن که این عزیزان میتونن در این شرایط هم تلاوتشون رو داشته باشن. بعد مورد دیگری که ذکر شد در بحث طهارت، باز خب جزئی از طهارت حساب میشه، بس تاکید بیشتری بر اون شده، باز بحث مسواک زدن در هنگام تلاوت هست و انسان وقتی که میخواد تلاوت بکنه از اونجایی که خب این صدا رو فرشتگان برنامه روایت‌های مختلف میشنون، شایسته هست وقتی که فرشتگان گوش میکنن به تلاوت انسان مسواک زده باشه و دهان خودش رو تمیز بکنه و مطهر باشه، دهانش پاک باشه، تا اینکه به هر رایحه‌ای که از دهان متصاعد میشه رایحه نامطبوعی نباشه، چرا که به این ایمان ماست که فرشتگان در کنار ما شب و روز زندگی میکنن. دو فرشته که همیشه همراه ما هستن برای نوشتن کارهای خیر و کارهای شر ما، و بقیه فرشتگان هم در هنگام تلاوت میان و گوش میکنن تلاوت انسان مسلمان رو. و شایسته است انسان وقتی که تلاوت میکنه به مسئله مسواک زدن و طهارت دهان هم بیشتر بپردازه. مسئله دیگر مسئله روی به قبله بودن هست و مستحب است که انسان روی به قبله باشه و بهترین جهت ها بدون شک جهت قبله هست برای انسان مسلمان. و انسان مسلمان در جایی که انسان بتونه، الزامی نیست که حتما انسان حتما روی به قبله باشه، شاید عزیزانی که تلاوت میکنن در داخل خانه محیط جایی که انتخاب کردن روی به قبله نباشه و الزامی نیست که حتما روی به قبله باشن، اما در جایی که این به هر حال شرایط وجود داره و این امکان وجود داره که انسان روی به قبله باشه، شایسته تر هست که انسان روی به قبله بشینه. و طهارت لباس انسان سعی بکنه که در لباسی هم که انتخاب میکنه و در هنگام عبادت ها به طور عموم، حتی الله تعالی در سوره مبارکه اعراف درباره نماز خواندن وقتی که میفرماید وقتی شما به نماز میرید خذوا زینتکم عند کل مسجد، شما زینت بکنید در هر مسجدی. وقتی که انسان برای عبادتی میره، مسجد میتونه خود مسجد باشه به معنای عامش و میتونه به هر محلی اطلاق بشه که انسان در اون به سجده میپردازه و عبادت میکنه حتی در داخل خانه. احیانا مشاهده میشه عزیزانی برای تلاوت کردن، برای عبادت کردن چنان لباسهایی میپوشن که این لباس رو هرگز جلوی یک دوست یا یک آشنایی نمیپوشن، حالا چه از لحاظ برحال خود جنس لباس، چه از لحاظ شکل لباس، چه از لحاظ اندازه لباس. و همین موارد رو انسان شایسته هست وقتی که عبادت میکنه محضر الله متعال داره حاضر میشه، و چه در نمازها و چه در بحث تلاوت قرآن کریم بهترین لباسهای خودش رو بپوشه. در مسئله پوشیدن سر برای خواهران این مسئله الزامی نیست که حتما سر پوشیده باشه در هنگام تلاوت قرآن کریم، و اینکه حتما گرچه پوشیده بودنش بهتر هست در این بحث و اختلافی نیست، اما اینکه اگر کسی سرش برهنه باشه و تلاوت کرد و گناهکار حساب بشه این گونه نیست، و در جایی که کسی نمیتونه ببینه اون رو میتونه بدون این بهار چادر و یا روسری هم تلاوت بکنه، هرچند که پوشیده بودن سر شک داره نیست که اوراتر هست و شایسته تر هست و بهتر هست. اما در باب چه مسئله دیگری که در بحث تلاوت ذکر کردیم، آداب تلاوت قبل از قرآن کریم، مسئله مکان و زمان مناسب بود که حالسه وای بحث حفظ که ما همیشه تاکید میکنیم حفظ قرآن درباره مکان و زمان مناسب، یک مکان و زمان مناسب داشته باشیم. سعی بشه انسان وقتی که تلاوت میکنه و عبادت میکنه جایی رو انتخاب بکنه کجا بتونه اون روح عبادت رو در وجود خودش بیاره و در عبادت خودش بیاره. مکان مکانی نباشه که انسان شلوغ باشه، سر صدا زیاد باشه، مکان ناشایستی باشه، نامناسب باشه، محل گذر مردم باشه و جایی باشه که انسان نتونه راحت عبادت بکنه و در زمان هم همینطور، مگر اون جایی که انسان مجبور میشه. احیانا انسان در شهری مسیری داره میره و وقت نماز هم داره به پایان میرسه و خب مجبور نماز بخونه، جا نماز همراهش هست، یا یک مکان تمیزی رو پیدا میکنه، گوشه خیابان یا گوشه میدونی شاید وایسته نماز بخونه. این مسائل استثناءات و به هر حال موارد ویژه جای خودش، اما شایسته است که انسان
مکان و زمانی رو که انتخاب میکنه، علی خصوص در باب زمان، زمانی رو که انسان انتخاب میکنه، زمانهای خوبی رو انتخاب بکنه، انسان برای ملاقات با دوستانش و عزیزانش زمانهایی رو انتخاب میکنه که سر حال باشه، غمراق باشه، با نشاط باشه و در اون زمان خسته نباشه و در اون زمان انسان و اون نشاط و اون شادابی لازم رو داشته باشه. شایسته است برای عبادت‌های خودش هم انسان در برابر الله متعال همچین زمانهایی رو اختصاص بده و همیشه تاکید میکنیم که بهترین زمانتون رو اختصاص بدید در فرصت‌های خالی، حداقل در ایام فراغتتون بهترین زمان‌ها رو اختصاص بدید برای تلاوت قرآن کریم و علل خصوص برای حفظ کلام الله مجید. در مسئله دیگری که جزء آداب تلاوت قبل از قرآن کریم میتونیم ذکر بکنیم، مسئله اعوذ بالله گفتن هست. همونجوری که در سوره مبارکه نحل آیه 98 الله تعالی میفرماید فإذا قرأت فاستعذ بالله، هر وقت که میخواید قرائت بکنید به الله تعالی پناه ببرید. اعوذ بالله گفتن یکی از مستحبات، بعضی واجب میدونن این مسئله رو، اختلافی در بین فقها است در این باب. اما به هر حال اعوذ بالله گفتن در ابتدای تلاوت، انسان اعوذ بالله بگه، اعوذ بالله گفتن در تمام تلاوت ها وقتی که انسان شروع میکنه به تلاوت، اما در مسئله بسم الله که جزء مثلا آداب خود تلاوت و شروع قرآن هم محسوب میشه، بسم الله گفتن هم شایسته است که انسان در ابتدای سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم رو ذکر بکنه، چه در نماز چه در خارج از نماز. و اختلافی در این باب هست که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از سوره هست یا نیست، از اون پرهیز میکنیم. اما اینکه خود لفظ بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیات قرآن کریم هست شکی در این نیست و به هر حال گفتنش جزء آداب تلاوت قرآن است در ابتدای سوره ها. اما در خلال آیاتی که در وسط سوره هست، به عنوان مثال اون چیزایی که ما در این چند مدت داریم تلاوت میکنیم خب از ابتدای سوره نیست، در وسط های سوره است، نیازی نیست که بسم الله گفته بشه. بسم الله برای ابتدای سوره هاست، با در نظر داشت این موضوع که سوره مبارکه توبه هم بسم الله الرحمن الرحیم نداره در ابتداش، تنها سوره است که در قرآن کریم از بین 114 سوره بسم الله الرحمن الرحیم نداره و کسی بخواد از ابتدای سوره توبه تلاوت خودش رو آغاز بکنه، اعوذ بالله میگه و مستقیم شروع میکنه براءت من الله و سوره توبه رو شروع میکنه به تلاوت کردن بدون بسم الله الرحمن الرحیم. پس بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله رو در تمام تلاوت ها گفته میشه. البته وقتی که تلاوت قطع میشه، انسان مشغول تلاوت بوده و احیانا تلاوتش قطع میشه و داره فکر میکنه و دوباره میخواد شروع بکنه به تلاوت، نیازی نیست که دوباره اعوذ بالله رو ذکر بکنه، چون که تلاوت همچنان مستمر بوده در محفلی که نشسته. اما باز وقتی که انقطاع پیش اومد، مخصوصا علی خصوص وقتی که انسان در خلال تلاوت صحبت‌های میکنه خارج از موضوع خودش و هیچ ارتباطی نداره به موضوعش، با کسی دیگه مشغول صحبت میشه، دوباره که شروع میکنه اعوذ بالله رو ذکر بکنه در ابتدای تلاوت خودش. اعوذ بالله هم معناش مشخص است، پناه میبریم، اعوذ یعنی پناه میبرم بالله، بالله تعالی از دست شیطان رانده شده و کمک میکنه به انسان که تمرکز و دقت بیشتری داشته باشه و وسوسه‌های شیطانی کمتر به سراغش بیان. درباره آداب دیگری که در اثنای تلاوت، اینها تا اینجا که ذکر شد در قبل از تلاوت قرآن کریم بود، اما اون چیزی که در اثنای تلاوت جزء آداب تلاوت قرآن محسوب میشه، یکی از موارد مورد تواضع و اندیشیدن هست. انسان در هنگام تلاوت قرآن کریم، از اونجایی که هدف از تلاوت قرآن کریم و بلکه هدف از نزول قرآن کریم تدبر در آیات قرآن کریم و فهم معانی و مفاهیم والای قرآن کریم و به تبع اون عمل کردن به اونهاست، عمل بدون علم به هر حال به جایی نمیرسونه انسان رو، انسان تا نفهمه و درک نکنه و ندونه چطور میخواد عمل بکنه و درک کردن و فهمیدن نیاز به تدبر داره، نیاز به اندیشیدن داره، نیاز به فهم داره. و در آیات مختلف قرآن کریم ما رو تشویق کرده قرآن کریم به این موضوع، افلا یتدبرون، و این تعبیر زیاد ذکر میشه، افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر نمی کنند در قرآن کریم، لعلهم یفقهون، لعلهم یتذکرون، لعلهم یعلمون. این تعبیری هست که در جاهای مختلف ذکر میشه، تفکر، تدبر، فهم، گوش کردن، همین موارد. شایسته است انسان وقتی که قرآن رو میخونه به معانی و مفاهیم هم دقت بکنه، وقتی هم که میخونه با حالتی از تواضع، با حالتی از فروتنی و شکستگی قرآن رو تلاوت بکنه، چرا که این کلام کلام الله تعالی است، کلام مالک کل عالم هست و انسان وقتی که در برابر یک کلامی از قدرت مافوقی قرار میگیره، حتی سرباز وقتی که میخواد این حکمی رو که به هر حال افسرش و کسی که بزرگتر از اون هست، درجه داری که رتبهش از اون بالاتر هست میخونه، همینجوری با مسخره و با تمسخر و با خندیدن هرگز اینو نمیخونه،
و همجوری بسیار جدی و با دقت این رو میخونه. و خب ولی الله المثل الاعلا، مثال الله تعالی بسیار بالاتر از این هست که تمام بندگان برده اون هستن و تمام مخلوقات بندگان اون هستن و شایسته هست وقتی که الله انسان تلاوت میکنه قرآن کریم رو در باب تدبر و در باب اندیشیدن هم دقت بکنه تا به اون معانی و مفاهیمی که نیاز هست بهش دست پیدا بکنه. در باب اندیشیدن و تدبر وقتی که انسان به آیات رحمت میرسه و یا آیات عذاب، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باب، یعنی در هنگام تلاوت قرآن کریم حتی در نمازها هم این گونه بوده که وقتی که آن حضرت علیه السلام به آیاتی میرسیدن که در اون یک بشارتی بود، رحمتی بود، خبر خوشی بود، درباره بهشت صحبت میشد، درباره نعمت‌های الله تعالی صحبت میشد، درباره بخشش و غفران الله تعالی صحبت میشد، طلب میکردن از الله تعالی اون نعمت رو، اون بخشش رو، اون غفران رو و اون بهشت فردوس رو از الله تعالی، و در دعا میگفتن. حتی در خود نماز هم این اتفاق میفتاد. احیانا شاید خودتون هم دیده باشید که در هنگام تلاوت هم قاریانی که تلاوت میکنن حتی در جای نماز احیانا یک مکث کوتاه دارن و شنیده میشه که یک دعایی در زیر لب زمزمه میکنن. و در مقابل هم باز آیاتی که آیات عذاب هست، آیاتی که درباره خشم و غضب و بر حال گرفت الله متعال است، چه در دنیا و چه در آیاتی که روز قیامت از روز قیامت صحبت میشه و از جهنم صحبت میشه و از خشم و غضب الهی صحبت میشه و چه آیاتی که درباره هلاکت قوم هایی است که قبل از ما در روی زمین بودن، همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به این آیات میرسیدن از الله متعال طلب بخشش و طلب به حال پناه بردن به ایشون میکردن و پناه میبردن و الله تعالی از خشم و غضبشون به بخشش و رحمتشون. و شایسته است که ما هم به تأثیر از اون حضرت علیه السلام در هنگام تلاوت اون جاهایی که به آیات رحمت میرسیم از الله تعالی طلب بکنیم رحمتش رو، و جاهایی که به آیاتی میرسیم که به هر حال از غضب و از گرفت و عذاب الله تعالی صحبت میشه، پناه ببریم به الله تعالی از عذابش و از غضبش و از گرفتش به رحمت و بخششش و کرمش. و در باب تلاوت قرآن کریم، در هنگام تلاوت قرآن کریمی که دیگر از آداب اینه که انسان در هنگام تلاوت قرآن کریم به فراخور حالی که در اون قرار داره سعی بکنه که تلاوتش رو احیانا با صدای بلندتر بخونه. بعضی جاهایی که احساس میکنه که بلند خوندن سبب خواهد شد تا عده تشویق بشن، سبب خواهد شد تا انگیزه پیدا بشه برای دیگران، به نیت دعوت، به نیت تشویق دیگران. الله تعالی علیم به ذات صدور هست و آگاه هست از نیت‌های ما در قلب‌ها و میدونه که نیت ما چه خواهد بود، به نیت خالصانه و دعوت و تشویق دیگران، جایی که انسان میدونه که مفید خواهد بود و مگه تشویق خواهند شد این کار رو بکنه. و فقط باز هم بحث اخلاص در این مسئله بسیار مهم هست و در جایی که انسان صداش مزاحم دیگران نباشه. احیانا شاید در محیطی به حال عزیزی در همون اتاقی که انسان تلاوت میکنه یا فضایی که انسان تلاوت میکنه کسی دیگری مشغول استراحت هست یا مشغول مطالعه هست یا مشغول یک کاری هست که نیاز به تمرکز داره، چه بسا که این تلاوت ما شاید اون رو اذیت بکنه. این گونه بعد شرایط رو رعایت کرد، جاهایی که انسان بدونه که مزاحم دیگران نیست و میتونه واقعا به نفع دعوت استفاده بکنه، اونجا بهترین است که واسطه بلند خونده بشه. اما جاهایی که خلاف این هست انسان آرام بخونه، مخصوصا جایی که انسان خوف ریا داشته باشه و بترسه که خدایی نکرده به ریا و تظاهر و خودستایی مبتلا بشه، بهتر این است که آرام خونده بشه. در واسه حفظ قرآن هم حالا که این بحث مطرح شد شایسته است که ما همین مسئله رو تکرار بکنیم برای تحکیم حفظ خودمون هم، و در حفظ قرآن هم همین مسئله دقیقا نیاز از هر چند وقت یک دفعه انسان در ذهن خودش حتی و به صورت آرام لبخونی بکنه، حتی یا حتی لب هم تکون نخوره، حتی زبان هم تکون نخوره، فکر بکنه. عزیزانی که علاوه خصوص با شما رو آیات حفظ میکنن، بعضی از تمریناتون رو بین اختصاص بدید که وقتی که میشینید و تکرار میکنید و میخونید اینجوری نباشه که همش فقط با زبان باشه و با تکرار باشه. شماره آیات که اصلا به زبان نباید بیارید، اما در ذهنتون باشه کافی هست، و مگر اینکه بعضی وقتا برای تمرکز بیشتر و دقت بیشتر این کارو بکنید. ولی در تمرین ها یک صفحه که به عنوان مثال بعضی وقتا که تلاوت میکنید، تلاوت بسیار مهمه و باید باشه، الان خصوص مشاهده میشه بعضی از عزیزان در باب شماره آیات و شماره صفحات به اعداد و شماره ها و جاشون در صفحه
احیانا بیشتر توجه میکنن تا خود متن آیات، اینگونه نشه که از متن آیات خدای نکرده غافل بشیم. و عزیزان، شاید خب بعض عزیزی میبینه که مثلا تسلط داره به شماره آیات، شماره صفحات، و هر چم سوال ازش میپرسن جواب درست میده. باز این دلیل نمیشه که ما بگیم خب چون به شماره آیات تسلط داریم پس حتما متن آیات رو کامل بلد هستیم. نه، ما در خود متن آیات هم بلند خوندن به ما کمک میکنه که حافظه حرکتی ما در خود اون آیه به کمک ما برسه و تکرار بکنیم که تا آیه رو بتونیم کامل درست بخونیم. بلند خوندن به ما کمک خواهد کرد برای اینکه از حافظه حرکتی استفاده بکنیم، و در کنار این حافظه حرکتی، حافظه شنوایی هم به ما کمک خواهد کرد و صدای خودمون هم خودمون میشنویم. و در کنار این میتونیم از وقتها بعد میتونیم و باید هم این کار رو بکنیم که حتی این مسئله ای که انسان رو در تدبر علی خصوص و در فکر کردن به مفهوم آیات و معنای آیات بسیار کمک میکنه، این که انسان بشینیم یک آیه، چند آیه رو یا یک صفحه رو که داریم حفظ میکنیم یا صفحاتی که حداقل تسلط بیشتری داریم، از همون اول در ذهنمون شروع بکنیم و خط به خط همجوری بیاییم پایین، بدون اینکه زبان تکون بخوره، لب تکون بخوره، بدون اینکه اصلا صدایی باشه، فقط در ذهن خودمون تصویر جلوی ذهنمون میاریم، به معانی و مفاهیم دقت میکنیم و آرام یکی یکی میاییم پایین. و هم به ما کمک خواهد کرد در فهم بیشتر و بهتر آیات کلام الله مجید، و هم در حفظ ما کمک خواهد کرد. میتونیم سرعت رو بعضی وقتا بیشتر بکنیم و فقط تلاوت بکنیم، در ذهنمون تلاوت بکنیم، از بالا به پایین، از پایین به بالا آیات رو کامل تلاوت بکنیم، شماره آیات رو تمرین بکنیم. و این کار ذهنی رو حتما عزیزانی که با شماره آیات تا الله حفظ میکنن به همراه ما تا این 30 صفحه حتما این تمرین رو داشتن. و فقط به خاطر یادآوری ذکر کردم. و مسئله دیگری که در بحث تلاوت قرآن کریم جزء آداب هست و برخی از این آداب جزء واجبات هم به حساب میاد، مسئله واجباتی که از واجباتی که در بحث آداب ذکر میشه، مسئله یادگیری تجوید هست. و اینکه برای یک قاری قرآن، برای کسی که یک حافظ قرآن هست و قرآن رو به هر حال به صورت تخصصی داره حفظ میکنه و پیش میره، به هر حال کسانی که در به هر حال مجال قرآنی و مکتب قرآنی مشغول به حفظ قرآن هستن، اینها دیگه جزء خواص قرآن کریم به حساب میان و شایسته نیست برای کسی که به صورت تخصصی داره در زمینه قرآنی کار میکنه، چه در مجال حفظ، چه در مجال تعلیم، و چه در مجال حتی تفسیر و بیان کردن آیات و معنا و مفاهیمش، شایسته نیست که نتونه قرآن رو درست بخونه و با تجوید آشنا باشه. تجوید، گرچه من در ابتدا هم گفتم ما قواعد رو سعی میکنیم همیشه در برنامه ذکر بکنیم، قواعد تجویدی رو، اما خب مجال برنامه به ما این اجازه رو نمیده، طبیعت برنامه که تخصصی بخوایم به بحث تجوید بپردازیم. فقط اشاره‌ای به بعضی از قواعد خواهیم کرد و گذرم بریم، چون موضوع بحث ما موضوع حفظ است. اما عزیزانی که میتونن و دسترسی دارن در اطراف خودشون، از نزدیکان، از دوستان، از آشنایان، خانواده، فامیل، حتی در محله خودشون، حتی در محیطی که زندگی میکنن، یا حتی نزدیک در شهر خودشون، اگر مناطقی که احتمال داره که میتونن اونجا یکمی هم به خودشون زحمت بدن برن، بحث تجوید رو پیگیری بکنید عزیزان. حتما تجوید، چون نیاز داره که انسان یک استاد داشته باشه که از نزدیک بحث تجوید، علم تجوید از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به امروز که ما رسیده، این زبان به زبان منتقل شده، یعنی زانو به زانو استاد و شاگرد در کنار هم نشستن و شنیدند. یک بحث عملی هست که نیاز به حضور استاد هست، نیاز داره که انسان در محضر استادی حاضر بشه. خود یاد گرفتن قواعد تئوری به درد ما نمیخوره، فقط ما بگیم که فلان جا ادغام میشه، فلان جا اخفا میشه، فلان جا اغلاب میشه، فلان جا اظهار میشه، فلان جا غنه داره، فلان جا نداره، مخارج چطور ادا میشن، مخارج عین فرقش با همزه چی هست، مخارج ها با ها فرقش چی هست، اینها رو نیاز به تمرین شخصی و حضوری داره. و تجوید رو باید در محضر یک شخصی که مسلط هست و یاد گرفته، بعد رفت و اونجا زانو زد و یاد گرفت. و میشه، گرچه انسان با تجوید میتونه از طریق مثلا نوارهایی که مال قرآن مشهور هستن، و ما همیشه سعی کنیم در برنامه هم تلاوتی که پخش میشه از قرآن باشه که بشه به هر حال تجوید و قرائتشون اعتماد کرد و از اساتید هستن، ولی باز هم در بحث تجوید نیاز به استاد هست. و توصیه من به عزیزانی که میتونن و دسترسی دارن این هست که حتما به این فکر باشن، حداقل نه که کل وقت رو اختصاص بدی به اون، باز از حفظ بمونید، در کنار حفظ وقت حفظتون رو داشته باشید. اگر براتون مقدور هست به این فکر باشید که هر وقت که فرصتی حاصل شد براتون انشالله این موضوع رو پیگیری بکنید. تجوید هم فقط
یکی دو سه ماهی انسان به جد پیگیری بکنه نیاز نیست که بیشتر از اون و مشکل حل میشه، چون یک بحث حرکتی هست و کافیه که این حافظه حرکتی فقط تمرین بکنه انسان. اوایلش نیاز داره تا فکر بکنه، تا ادا بکنه درست مخارج رو، بعدش خود به خود زبان و به هر حال دندان ها و اینا جاهاشون مشخص میشه و حلق و زبان همین سه تاست دیگه، یکی زبان، یکی حلق، یکی هم فضای داخل دهان و دندان هاست. این حافظه حرکتی مرتب میشه خود به خود بدون اینکه فکر بکنه انسان، از تمام قواعد تجویدی ادا خواهد شد. البته هر بلش نیاز به تمرین داره. مسئله دیگری که در بحث آداب تلاوت قرآن مطرح میشه به ترتیب مصحف خواندن هست و جز آداب این هست که انسان وقتی که تلاوت میکنه، البته کسانی که میخوان قرآن رو کامل تلاوت بکنن، عزیزانی که میخوان روخانی داشته باشن، از ابتدا شروع بکنن و برن تا آخر، ترتیبی که به هر حال ترتیب مصحف، ترتیبی که از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داده شده. و این ترتیب مصحف جز آداب تلاوت است. کسی که تلاوت میکنه ترتیب رو رعایت بکنه. اما برای کسانی که میخوان تلاوت بکنن، اما برای مسئله حفظ قرآن کریم، هر کسی از هر جایی که میخواد شروع بکنه، از آخر شروع میکنه، از اول شروع میکنه، هیچ مسئله‌ای نیست. حتی شاید عزیز دوست داشته باشه که چند سوره یا چند آیه خاص رو حفظ بکنه. در مقوله تلاوت هم همین مسئله است. عزیزی که نمیخواد کل قرآن رو مثلا تلاوت بکنه، نیازی نیست که حتما از اول شروع بکنه و چون سوره بقره نخونده حق نداشته باشه آل عمران رو بخونه، نه. و کسی که میخواد ختم کامل داشته باشه، شایسته تر این هست که از اول شروع بکنه. و عزیزانی که میخوان یک بخش رو تلاوت بکنه، الخصوص اون عزیزانی که میخوان موضوعی تلاوت بکنن و برخی از سوره ها رو میخوان مثلا در یک موضوع خاصی تلاوت بکنن، این هیچ اجباری نیست که حتما از ابتدا شروع بشه، چون غالب سوره هایی که در مکه مکرمه نازل شده بیشتر به مسئله معاد و توحید میپردازه و مسائل قیامت در اون سوره ها بیشتر مطرح میشه، و غالب سوره های مدنی که در مدینه نازل شده بیشتر به احکام میپردازه، که من جمله این سوره ها سوره مبارکه بقره است. و در مورد وقف کردن، یکی دیگر از بحث آداب تلاوت قرآن کریم در باب وقف این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی میکردن که در هنگام تلاوت آیات کلام الله مجید در پایان هر آیه وقف بکنن، و یعنی هر آیه که تمام شد همونجا وقف بکنن. گرچه قاعده کلی در وقف آیات این هست که انسان هر جا که معنی کامل شد، هر جایی که لحاظ معنایی کامل شد شما میتونید وقف بکنید، هر جا که معنا کامل شد میتونید وقف بکنید. ولی عزیزان فراموش نکنید یک موضوع بسیار مهم رو در عزیزانی که حفظ میکنن، در هنگام وقف کردن اگر شما دارید حفظ میکنید، اون جایی که وقف میکنید در خلال آیه، در وسط آیه یک جایی شما دارید وقف میکنید که لازم معنایی جمله هم کامل هست، همین تیکه رو حداقل هنگام وصل هم بخونید. یعنی حداقل بدونید که اینجایی که شما وقف کردید اعراب این کلمه آخری چی بود، فتحه بود، ضمه بود، کسره بود. چون در هنگام وقف همیشه انسان ساکن میخونه، همیشه این رو ساکن میخونه، و وقتی که میخواد این رو وصل بکنه حداقل باید بدونه که این وقتی که وصل میشه چه حرکتی داره، فتحه است، ضمه است، کسره است. اینجوری نشه که فقط خودتون عادت داده باشید که در یک آیه خاص همیشه یک جای وقف بکنید، که اگر خواستید مثلا تونتر بخونید، کم اطلاعاتتون بیشتر باشه، نتونید وصلش کنید، فکر کنید آخر آیه است میشه. نه، سعی بکنید که وقتی که وقف هم میکنید یک جای خاصی در یک آیه، بدونید که اگر خواستید وصلش کنید چگونه بعد خونده بشه. این رو هم مد نظرتون باشه که هر جایی که وقف میکنید حداقل اینکه دوباری هم در هنگام تلاوت این رو وصلش کنید، خودتون عادت ندید که اینجا که وقف شد وسط آیه، چون معنا کامل شده همیشه شما وصل میکنید انگار که اینجا آخر آیه است و همیشه در همین تلاوتتون اینجا وایستید. نه، بعضی وقتا این وصلش بکنید حداقل که بدونید کجاش باید چه ارائه باید داشته باشه که در هنگام وصل و وقف کردن هر دو تا تسلط داشته باشه. در هنگام وقف که خوب مشخص است دیگه، به هر حال همیشه ساکن میشه، وقتی که انسان جایی وقف میکنه اون حرف آخر همیشه سکون پیدا میکنه و ساکن میشه. اما در هنگام وصل کردن این خیلی مهمه که در هنگام وصل کردن اعراب اون حرف چه خواهد بود و بعداً به مشکل بر نخورید که اگر گفتن خب وصلش کن، بعد ندونید که وصل کردنش چطور میشه. این موضوعی است که در باب رسول الله صلی الله علیه و سلم غالبا در آخر آیات وقف میکردن، یعنی همیشه سعی میکردن آخر آیه توقف بکنن، و همیشه در آخر آیات لحاظ معنایی کامل هست آیه، لحاظ معنایی آیه کامل هست. بعضی جاها در بعضی آیات، حالا بهش خواهیم رسید در خلال صحبتمون، بعضی جاها بعضی آیات رو از لحاظ دیدگاه تفسیری هم میشه مثلا آخر آیه قبلی رو به آیه بعدی وصل کرد، به خاطر اینکه یک برداشت تفسیری دیگری هم از این معنی بشه که اون مباحث دیگری است. اما در آخر هر آیه به هر حال وقف کردن جزء سنت رسول صلی الله علیه و سلم بوده. و موضوع دیگری که در بحث آداب تلاوت قرآن باید مد نظر باشه در هنگام تلاوت اینه که انسان از تلاوت کردن در
رکوع و در حالت رکوع در حالت سجده پرهیز بکنن، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که تلاوت کردن در رکوع و سجده محل ذکر هست و خصوص در رکوع محل ذکر و تعظیم الله تعالی است و سجده همطور، و سجده بیشتر باز تاکید شده در سجده چه در نماز چه در افعال رضا، بیشتر خصوص در نمازها تاکید شده که انسان در حالت سجده دعا بکنه و نزدیکترین حالتی که انسان با الله تعالی داره و نزدیکترین حالت بدون شک در حالت سجده هست، اونجایی که انسان پیشانی خودش رو به خاک مالیده برای رضایت الله تعالی، و شایسته است که انسان در حالت رکوع و سجده بیشتر دعا بکنه، علی خصوص در سجده. در رکوع به تعظیم و تقدیس الله تعالی بپردازه و در سجده هم که ما خب در رکوع و سجده هم اذکاری که ما میخونیم سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی، اینا هر دو تا خب نشان از عظمت و بزرگی الله تعالی داره و تقدیس و تسبیح الله تعالی است. اما در سجده در خصوص تاکید بیشتری برای دعا هست، ولی تلاوت قرآن کریم منع شده در رکوع و در حالت رکوع در حالت سجده، مگر آیاتی از کلام الله مجید رو که حالت دعایی دارن، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، امثال این ربنا هایی که در قرآن کریم ذکر شده که حالت دعایی دارن، اینها رو میشه به عنوان دعا در حالت سجده هم ذکر کرد و به زبان آورد. و موضوع دیگری که در باب خود رکوع و سجده، حتی روایتی که امام مسلم نقل میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من شدم از اینکه در رکوع و سجده تلاوت بکنم، و این مد نظر من و شما باید باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که من شدن خودش دلیل بر عدم جواز هم حتی میتونه داشته باشه که در رکوع و سجده نباید تلاوت قرآن انجام بگیره، مگر گفتم حالت آیاتی که حالت دعایی داره که به نیت دعا اونها خونده میشه. در برخه بر موضوع مهمی که در اثنای تلاوت مسئله که مطرح هست، باز در قبل از بحث تلاوت هم آداب قبل از تلاوت هم مطرح کردیم، موضوع اون شادابی و تلاوت روحی انسان در هنگام تلاوت است. احیانا انسان شروع میکنه در ابتدای تلاوت خودش این حالت شادابی و اون تلاوت لازمه رو داره، ولی خب از اونجایی که خب خود قرآن کریم وقتی که انسان میخونه یک آرامشی به انسان دست میده، و چه بسا که اگر خسته باشه از لحاظ جسمی کم کم خوابش بگیره و چرت بزنه و ندونه که چی داره میخونه، اگر همچین حالتی به انسان دست داد، و بعض وقتا شاید الان خصوصا با این مبارک رمضان عزیزان بیشتر دوست دارن تلاوت بکنن، شروع میکنن چند ساعت مستمر پشت سر هم چند جزء رو میخوان بخونن، بعض وقتا آدم چرت بزنه، به این حالت که رسید دیگه باید پرهیز بکنه از تلاوت قرآن کریم، چه بسا که انسان جملاتی رو به زبان بیاره، تعبیر رو جابجا بخونه و اصلا کلان معنا و مفهوم رو عوض بکنه، و چه بسا خدای نکرده جملات کفری به زبان بیاره اصلا، چرا که جابجا کرده کلمات رو و تعابیر رو. پس هنگامی که انسان احساس کرد که از لحاظ جسمی خسته است، نمیتونه که تسلط داشته باشه به هر حال اون سلامت خودش و تسلط داشته باشه به آگاهی خودش، پرهیز بکنه از تلاوت قرآن کریم در این حالت، و رسول الله صلی الله علیه و سلم منع می‌کردن کسانی رو که در نماز شب می ایستادن و تلاوت میکردن و اینقدر تلاوتشون به درازا میکشید که احیانا خودشون رو میبستن به یک تنابی که از طریق اون تناب بیان و اون تناب اونها رو نگه داره تا نیفتن و تلاوتشون رو ادامه بدن. پس یکی دیگر از آداب تلاوت قرآن پرهیز از چرت زدن و پرهیز از حالت خستگی در هنگام تلاوت است، و اگر انسان به این حالت رسید دیگه الله تعالی نیازی نداره به عبادت انسان، بلکه انسان نیازمند به استراحت تا بتونه بهتر و دقیقتر الله تعالی رو عبادت بکنه. و در موضوع خود تلاوت هم که استمرار تلاوت در چند روز باشه، روایت‌های مختلفی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که خلاصه اون رگه بخوایم در بحث مطرح بکنیم، در کمتر از 3 روز رسول الله صلی الله علیه و سلم در غالب اوقات نهی کردن و منع کردن امت خودشون رو از تلاوت کل قرآن کنی و ختم کل قرآن کنی، و فرمودن کسی که در کمتر از 3 روز قرآن رو ختم میکنه اون نمیفهمه قرآن کریم رو، و حقیقتا هم این گونه است. وقتی که انسان روزی 10 جزء رو بخواد پشت سر هم تلاوت بکنه، از اون معانا و معانی و مفاهیمی که در آیات هست به هر حال انسان محروم خواهد شد. البته در بحث فضیلت این چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم ذکر کرده، معنا و مفهوم آیات هست، و اینکه انسان خب نمیتونه اون معنا و مفهوم رو درک بکنه، ولی این دلالت به این نداره که از ثواب و عبادت محروم بشه. و به هر حال بین محدثین نظرات مختلفی در این باب هست در شرح این حدیث، و در
ایامی که انسان به هر حال فضیلت زمانی به سراغ انسان میاد مثل رمضان، انسان هر چی بیشتر تلاوت میکنه بهتر هست، اما فراموش نکنیم که تلاوت کردن قرآن کریم تنها خود لفظ تلاوت برای عزیزانی که میتونن درست تلاوت بکنن، صحیح تلاوت بکنن، روحانی بلد هستن و اینهایی که ذکر میشه، ما وقتی که میگیم که صحابه در سه روز یا بعضی از بزرگان در دو روز قرآن رو ختم میکنن، اونها کسانی بودن که نه تنها قرآن رو کاملا درست میخوندن، نه تنها در تجوید مسلط بودن، نه تنها که حفظ بودن، بلکه بسیاری از اونها خودشون مفسر بودن و فقهای امت هستن و کسانی هستن که معنا و مفهوم آیات رو هم میفهمیدن. و نشه که ما بگیم خب چون فلانی در دو روز میخون، فلان امام، فلان صحابی در دو روز، در سه روز میخون، پس ما هم مثل اون میخونیم. ما اگر حداقل روحانیمون باید درست باشه وقتی که شروع میکنیم به قرآن خوندن، ما به جای اینکه بیاین 4 روز 5 روز به غلط و غلوط بخونیم که از هر صفحه 10 تا غلط داشته باشیم، 5 تا غلط داشته باشیم، بهترینه که ما 5-10 صفحه بخونیم، به جای 10 روز 10 صفحه بخونیم درست بخونیم، به جای 5 روز بیاین 5 صفحه بخونیم، ولی همین 5 صفحه رو که میخونیم درست بخونیم. مسئله درست خوندن یک مسئله است که بسیار باید مد نظر ما باشه و اهمیت داره که ما قرآن رو درست بخونیم. اول فقط تلاوت قرآن کریم چون ثواب داره، ولی شکی در این نیست که نگاه کردن به قرآن کریم، دست زدن به قرآن کریم، خود آیات قرآن کریم رو با چشم هم مرور کردن خودش یک عبادته و ثواب داره. اما ما نباید فراموش بکنیم که قرآن رو اشتباه خوندن هم باز اون یک گناهه و ملامت میشیم اگر وقتی که بلد نیستیم باید یاد بگیریم، تعلیم بکنیم، و وقتی که بلد نیستیم علی خصوص کسانی که در نمازها میخونن و امام میشن جایی و برای کسانی دیگه میخوان درس بدن، اینها مباحثی است که باید مد نظر ما باشه و نشه که به نیت کسب ثواب خدای نکرده خودمون رو گناهکار بکنیم. و به هر حال تلاوت قرآن هم یک سری آدابی داره، یک سری اصولی داره برای خودش، بعد درست خوانده بشه دوره. و ما با تلاوت خودمون بعضی وقتا انسان واقعا بعضی جاها از کسانی میان و در جمع شروع میکنن به تلاوت قرآن کریم و انسان شرمنده میشه وقتی تلاوتش رو میشنوه، و حتی بحث تجوید و بحث قرائت و صدا به جای خود که اصلا خود فتح و کسره ها رو بلد نیست، اشتباه میخونه و درست نمیخونه. در محافلی جمعی هست، حالا میخواد بیاد و بگه منم هستم، این تصرفات و این گونه برخوردها و این گونه عکس العمل ها زیاد شایسته نیست. و انسان وقتی که بلد نیست یا به هر حال ساکت بشینه یا نخونه، و اگر ازش تقاضا شد و میدونه و میتونه درست بخونه بخونه و سنگر رو خالی نگذاره، ولی وقتی که میدونه نمیتونه بخونه معذرت خواهی بکنه، و اگر انسان خجالت میکشه بره یاد بگیره، چون به هر حال انسان مسلمان شایسته نیست قرآن خوندن بلد نباشه در هر سن و سالی، و اگر انسان بلد نیست باید یاد بگیره. انسان ما وقتی که به دنبال کسب مدرک میریم چند سال زحمت میکشیم، 10 سال 12 سال درس میکنیم تا یک دیپلم بگیریم، که اون دیپلم رو این دور زمانه به دیپلم رو دیگه کارگر شهرداری هم فرض نمیکنن، انسان رو برای شهر خیام تمیز کردن هم دیپلم میخواد انسان. ولی لیسانس، عزیزانی که لیسانس میگیرن، مخصوصا عزیزانی که تحصیلات دارن و قرآن خوندن بلد نیستن، بعد یه فکر اساسی بکنن، بعد بشینن زحمت بکشن، تلاش بکنن، همینجوری که سفرها میکنن برای به دست آوردن یک مدرک، سفر بکنید این طرف اون طرف، پیش این برید پیش اون برید، یاد بگیرید. و کسانی که هستن قرآن خوندن به هر حال یکی از مواردی هست که بعد نظر ما باشه. ما مختصرش بکنیم بعضی از آداب تلاوت رو و بحث حضور قلب باز هم در تایید مسائل دیگه است. انسان با قلب خودش بیاد و شروع بکنه به تلاوت خوندن، انسان بیاد تا از قرآن یاد بگیره، انسان بیاد تا بشینه و قلب خودش رو شستشو بده با قرآن کریم، به نیت انسان بیاد پای رهن قرآن بشینه که یک بیمار پیشه یک دکتر و یک طبیب میشینه. انسان وقتی که بیمار به نیت این میره پیش یک طبیب و پیش یک پزشک کن بیماریش درمان بشه، و میره و هر چی که پزشکش گفت، هر چی که طبیبش گفت، هر نسخه‌ای که داد میپذیره با جان و دل و با رغبت، با امید دست یافتن به شفا. و انسان مسلمان بدون شک الله تعالی در آیات مختلف کلام الله مجید فرمود که شفاء للناس، شفا است برای مردم، و شفاء لما فی الصدور، شفا است برای آن چیزی که در قلب هاست. وقتی در برابر قرآن کریم قرار میگیریم به نیت شفا و به نیت عمل کردن و پذیرفتن هر آن چیزی که قرآن کریم به ما دستور میده، به امید اینکه ان شاء الله الله تعالی تمام قلب های ما رو پاک بگرداند. و مسئله سجده تلاوت یکی از موارد دیگری است که در باب آداب تلاوت قرآن کریم مطرح میشه. ما در 14 سوره قرآن کریم، در 14 مورد در قرآن کریم آیات سجده داریم و آیاتی که آیات سجده هستن، و این آیات آیاتی هستن که در هنگام تلاوت قرآن کریم وقتی که این آیات رو ما تلاوت میکنیم باید سجده بکنیم. هرچند مسئله اختلافی بین فقها هست که آیا واجب هست یا سنت هست، و
به خاطر اختلاف پرهیز از اختلاف بهتر این است که سجده بکنیم، و سجده هم وقتی که مطرح میشه به هر حال باید با همون احکامی که در نماز هست با همون احکام باشه، یعنی طهارت لازم هست و طهارت باید باشه، رو به قبله باید باشه، مکان تمیز باید باشه، و به هر حال سجده که ذکر میشه در سجده همون اذکاری که در سجده خونده میشه کافی هست، و بقیه مسائل اختلافی سجده رو میگذاریم به همه حد اکتفا میکنیم. و مسئله دیگری که بسیار مهم است در باب تلاوت قرآن کریم، قطع نکردن تلاوت قرآن کریم در اثنای تلاوت. بعضی وقتا مشاهده میشه تا ما عزیزی تلاوت میکنن، تا یکی وارد میشه تلاوت سوال میپرسه، حالا اون کسی که وارد میشه اون هم باید دقت بکنه. وقتی انسان وارد یک جمعی میشه میبینه که یک عزیزی داره تلاوت میکنه، میبینه که داره تلاوت قرآن انجام میده، حتی در مسئله سلام کردن به اون هم یک کمی آدم صبر بکنه، حداقل تا اون به یک جایی برسه، یا اگر میخواد حرف بزنه یا سوالی بکنه به شکلی باشه که مستقیم وسط تلاوت اون نباشه، انسان بره اونجا به نحوی خودش رو نشون بده که انگار کاری داره تا اون قطع بکنه تلاوتش رو. عزیزم که داره تلاوت میکنه شایسته نیست که در وسط تلاوت قرآن کریم، ولی اینکه کاری پیش بیاد، ولی اینکه کسی انسان رو صدا بکنه، ولی اینکه سوالی بپرسه، شایسته نیست انسان تلاوت رو همونجا قطع بکنه، حداقل به یک جایی برسونه، علاوه معنای کامل بشه یا تا آخر آیه برسونه حداقل، بعد جواب بده. این مسائلی هست که در باب آداب تلاوت قرآن شایسته است که رعایت بکنیم. در خود اثنای تلاوت قرآن هنوز آداب باقی مونده، ولی به خاطر اینکه ما 3 صفحه ترجمه هم در پیش روی داریم به همین قدر اکتفا میکنیم در این برنامه. انشاءالله بیاری الله متعال در برنامه بعدی باز باقی مانده مباحث آداب تلاوت قرآن رو بیشتر مطرح خواهیم کرد. و ما در برنامه گذشته صفحه 29 رو قول داده بودیم که اگر وقت اجازه بده تلاوتش رو پخش بکنیم، که این فرصت پیش نیامد و بدهکار بودیم برای شما تلاوت این صفحه رو در این برنامه. صفحه 29 رو که درس هفته گذشته ما بود تلاوتش رو با صدای شیخ احمد رزاقی رحمت الله علیه خواهیم شنید، و انشاءالله باز برمیگردیم و ترجمه صفحه 30 مایه 191 تا 196 رو از سوره مبارکه بقره آغاز خواهیم کرد. با ما باشید بعد از این تلاوت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بالقرآن نحیا. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، ما در سوره مبارکه بقره گفتیم که الله متعال به چند مورد اشاره فرمودند و مسائلی که در سوره مبارکه بقره بسیار به اونها اهمیت داده شده، یکی مسئله توحید هست و مسئله دیگری که بون ذکر میشه مسئله رسالت هست. و بعد از اینکه الله تعالی مسائل توحید و رسالت رو مطرح فرمود، گفتیم که مسائل دیگری که بیشتر در اون باب در باب رسالت و خدمتکار رسالت مطرح میشه مسئله جهاد هست. مسئله جهاد خدمتکار مسئله رسالت هست و مسئله رسالت خدمتکار مسئله توحید هست. ما 4 مسئله مهمی که در سوره مبارکه بقره ذکر میشه، مسئله توحید، رسالت، جهاد و انفاق، هر کدوم از اینها خدمتکار مسئله دیگه است. و رسالت در خدمت توحید هست، جهاد در خدمت رسالت هست و انفاق در خدمت جهاد، چرا که رسالت معنا و مفهوم توحید رو میرسونه و جهاد کمک میکنه به رسالت، و رسالت نیازمند به جهاد است برای رساندن معنا و مفهوم خودش و دستورات خودش و رسالت خودش، و این جهاد باز نیازمند خودش به انفاق هست برای اینکه سر پا قائم بمونه. در آیه از آیات 178 به بعد الله متعال در صفحه 27 به موضوع جهاد اشاره میفرمایند. البته اینجا مقدمات بحث جهاد مطرح میشه، و قبل از اینکه در آیه 190 الله تعالی به بحث جهاد بپردازند، در آیه 178 به بعد تا آیه 190 به چند مورد مهم اشاره فرمودند که این موارد رعایتش سبب میشه تا انسان بتونه راحت اون اصولی رو که برای جهاد نیاز داره در جامعه برآورده بکنه، و اون جهادی که مد نظر قرآن کریم هست با اون اهداف برآورده بشه. یکی از مواردی که ذکر شد مسئله بحث قتل نفس و قصاص بود، که این موارد، این 3 موردی که اینجا قبل از بحث جهاد ذکر میشه در
بحث تطبیق اینها در یک جامعه اسلامی سبب میشه که تا بستر فراهم بشه برای جهاد و عدم رعایت اینها سبب خواهد شد که خدای نکرده تفرقه و اختلاف مانع ایجاد یک سنگر مستحکم در برابر مشرکین در جهاد بشه. یکی مسئله قتل و کشت و کشتار بود و مسئله عدم قصاص گرفتن اگر رعایت نشه. بحث قصاص یکی از مواردی هست که انسان تفرقه ایجاد میکنه. ما بارها مشاهده کردیم در حرکت های جهادی که به هر حال گروه های مسلمان، گروه های برادران مسلمانی که هر دو طرف مسلمان هستند اما با هم جنگیدن، متاسفانه کشت و کشتار را انداختن، جنگ ها را افتاده و حاضر نیستن در برابر یک دشمن مشترک و در برابر کفر و شرک با هم متحد بشن. خیلی از موارد یکیش برمیگرده به این مورد و اینکه فلانی آدم کشته، فلانی فلانی رو کشته، فلانی از ما اینقدر کشته، فلانی از ما اون فلانی اینقدر کشته، سربازش داشت این کارو کردن، فرماندهش این کارو کرده، این اونو متهم میکنه، اون اینو متهم میکنه و بحث قصاص رعایت نشده، قصاص گرفته نشده از ظالمان هر طرفی که میخواد باشه و اینها باقی مونده. یعنی در وارثین اون کسانی که مقتولین، کسانی که از دنیا رفتن، هنوز اون حس انتقام، حس چون قصاص گرفته نشده اون حس انتقام هنوز باقی است و چون حس انتقام باقی است حاضر نیستن هرگز با هم همسنگر بشن و متحد بشن در یک میدان. و این یکی از مواردی هست که همیشه به حرکت جهاد ضربه زده و این رو الله تعالی در آیه 178 بهش اشاره فرمود قبل از موضوع جهاد در آیه 190. و موضوع دومی که باز سبب اختلاف و تفرقه و چند دستگی میشه در امت اسلامی در بین صفوف مجاهدین اگر رعایت نشه و نمیگذاره که این صف متحد بشه، مسئله بحث ارث و میراث ها و بحث این که عده‌ای که در رأس هستن آبا و اجداد وقتی که میرن از خودشون چیزهایی باقی میگذارن که وارثین اینها در برحال خود این که خودشون رو جزء وارثین میدونن اختلاف ایجاد میکنن که سهم من اینقدر بهش نزدیک بودم. این در چه در باب اموال، چه در باب حتی افکار و نظریات و عقاید و باورها و منهج و اون فکری که داره پخش میشه، وارثین اون کسانی که رهبر اونها بوده و بزرگ اونها بوده و خودشون رو وارث اون فکر و منهج و راه میدونن، چه بسا اینها باز دوچار مشکل شدن، تفرقه ایجاد شده، هر کس خودشون نزدیک تر درسته، چند دسته که ایجاد کردن. یکی از موارد دیگری که در این باب ذکر شد باز الله تعالی در آیه 183 یک نسخه درمان برای این بیماری ذکر فرمود، برای این بیماری هایی که بر اثر کشت و کشتار ایجاد میشه و این در بحث ارث و میراث ها، جنگ و درگیری هایی که ایجاد میشه، همه اینها سببش دوری از الله تعالی است، سببش کمبود تقوی است، سببش نبودن اون پرهیزکاری لازم است. و الله تعالی یک نسخه درمان ذکر کرد در بحث روزه که در آیه 183 تا 187 ذکر فرمود و الله تعالی به امت اسلامی امر نمود که شما روزه بگیرید تا به تقوا برسید. تقوا، پرهیزکاری، اون نیروی درونی که انسان رو از درون تحریک میکنه و مانع میشه تا به عصیان و تمرد دست بزنه و انسان رو کنترل میکنه و انسان رو مجبور میکنه به پرداخت حقوق دیگران، ولو اینکه قصاص باشه و فدا کردن یک نفس باشه در برابر یک نفس بیگناهی که کشته شده، و ولو اینکه انسان این حس، این طمع و این حرص انسان نسبت به مال و نسبت به ارث و میراثی که داره میرسه، نسبت به جاه و مقام، نسبت به پست و اسم و مدرک و شغل و شهرت هایی که به هر حال بعد از وارثین به ارث میرسه، ولی این که انسان رو تشویق بکنه اون نفس درونی، تقوا جلوی این رو میگیره و این تقوا حاصل میشه با رمضان و این تقوا با روزه حاصل میشه. انسان وقتی که روزه رو اونگونه ای که شایسته است، اونگونه ای که باید رعایت بکنه، وقتی که از حلال ها پرهیز میکنه و نمیخوره به طریق اولا، انسان عادت میده خودشو در 30 روز تا به سراغ حرام نره، تا به سراغ مال دیگران نره، تا دست به کسی دراز نکنه. انسان وقتی که به حلال خودش، همسر خودش دست دراز نمیکنه در طول ماه مبارک رمضان، در روزها وقتی که با زبان روزه است که حلال اون هست در غیر از رمضان و همسر اون هست و لباس تن اون هست به تعبیر قرآن کریم، هرگز در غیر ماه مبارک رمضان به سمت یک نفس بی گناه دست راز نمی کنه تا اون رو بکشه، تا اون رو از بین ببره و تا بخواد خون اون رو بریزه. این نسخه ای بود که الله تعالی ذکر کرد با تفسیراتی که در باب رمضان هست که چگونه رمضان گرفته بشه و احکامی در باب رمضان هست. و مسئله سومی که در مقدمات مبحث جهاد الله متعال با ذکر فرمودن در آیه 188 مسئله نظام اقتصادی در جامعه اسلامی است. الله تعالی بعد از این که بحث قصاص ها و اون بحث قضاوت به تعبیر عام‌تر و بحث یک محکمه عادلانه
در جامعه اسلامی باید باشه تا اون انتقام هایی که در درون دل های انسان ها هست و اون باید کنترل بشه و این دادگاه عادلانه بتونه که حق رو به حقدار برسونه تا این کینه ها بعدن سبب نشه وقتی که سلاح کسی به دست گرفت به جای اینکه دشمن رو بزنه همسنگر خودش رو بکشه به خاطر اون کینه ای که هنوز در دلش باقی مونده و یا اون حرص به ارث و میراثی که در دلش باقی مونده. مسئله دوم مسئله نظام اقتصادی هست. نظام اقتصادی جامعه اسلامی باید یک نظام پاک، شفاف و بی آلایش باشه تا کسانی که در سنگر قرار گرفتن در کنار هم دیگه باز هم اینا بتونن هم دیگه رو تحمل بکنن، اینا به راحتی بتونن با هم دیگه در صف جهاد بر ضد مشرکین با هم دیگه بجنگن. و در بحث این که الله تعالی فرمود که شما مالهای همدیگر رو به ظلم نخورید، تمام فسادهای اداری، تمام فسادهای اقتصادی از رشوه و از ربا و از دزدی و از سرقت و از پولشویی و از همه این مواردی که امروز به اسم فسادهای اقتصادی و نظامهای اقتصادی تراش دارن تا اون رو درمان بکنه همه رو در بر میگیره. الله تعالی اینجا اشاره فرمود که شما باید یک نظام اقتصادی تمیز و پاک داشته باشید که نظام‌های اقتصادی را الله تعالی در آیات مختلف باز در امتداد در آیات دیگری که در سوره های دیگه قرآن کریم ذکر میشه و حتی در سوره بقره به تفصیل صحبت میکنه و بزرگترین آیه قرآن کریم آیه 282 سوره بقره که در صفحه 48 است یک صفحه کامل رو اختصاص داده الله تعالی در این آیه، بزرگترین آیه قرآن کریم، بعد برمیگرده به همین رابطه‌های اقتصادی و مبادله ها و تجارت هایی که بین انسان ها صورت میگیره و این خب باز اهمیت این موضوع رو میرسونه. بعد از این که الله تعالی این سه مورد رو ذکر کرد که یک محکمه عادل باید باشه تا رسیدگی بکنه، یک قوه قضاییه باید باشه و یک محکمه، بعد یک نظام اقتصادی مدون باید باشه و اینکه ارث و میراث ها و کسانی که خودشون رو مدعی و وارثان یک شخص میدونن اونها باید کنترل بشن و محدود بشه و مشخص بشه محدوده اونها. الله تعالی بعد از این موارد که مهمترین مواردی هستن که همیشه سبب اختلاف در صفوف جهاد شدن، در آیه 190 فتوای جهاد رو صادر کرد برای مسلمین در مقابل کسانی که به اونها ظلم و ستم میکنن و باز هم این رو مشروط کرد الله تعالی بحث جهاد رو در راه الله تعالی در آیه 190. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، و بکشید در راه الله کسانی که شما رو میکشند. ولا تعتدوا و تعدی و تجاوز نکنید، که ان الله لا يحب المعتدين، که الله تعالی دوست نداره کسانی رو که تجاوز میکنن و تعدی میکنن. چند نکته در این آیه مهم هست دقت کردن بون. و قاتلوا و بکشید، قاتلوا از کلمه قتال گرفته شده، قتال از قتل گرفته میشه و به معنای جنگ، جنگ یعنی به معنای سلاح، جنگ نظامی، قصد کشت اینجا در راه الله. اولا که این جنگ شما، این کارزار شما، مبارزه شما در راه الله تعالی باید باشه. وقتی که کلمه فی سبیل الله ذکر میشه به این معناست که سبیل الله یعنی فقط هدف باید الله تعالی باشه، دین الله تعالی باشه، صراط الذین انعمت علیهم، همون راهی که الله تعالی به اونها نعمت بخشیده، به کسانی که در این راه میرن اون راه، راه کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم بدون شک، و راهیه که هدف از اون راه یک چیز فقط اعلای کلمت الله است. اون هدف تطبیق شرع الهی بر روی زمینه. و اخلاص در این آیه باز در کلمه وقتی که ذکر میشه کلمه فی سبیل الله یعنی قتل و جنگ شما فقط خالصانه به خاطر الله تعالی باید باشه، به خاطر دین خدا، نه به خاطر قومیت، نه به خاطر تعصب قومی و تعصب نژادی باشه، نه به خاطر مال و پست و مقام دنیا که به کرسی برسید و به وزارت و به سفارت و به ریاست و به ریاست جمهوری و نمیدونم به رهبری و اینها برسید. این نباید هدف شما از جنگ ها این نباید باشه. نباید هدف شما اسم و رسم باشه که فلانی عجب فرماندهی دلیر و شجاعی بود، فلانی خیلی انسان نترسیه، اینها هیچ کدوم نباید باشه. فقط باید الله تعالی امر فرموده، شما باید در چارچوب شرع الهی حرکت بکنید. و قاتلوا فی سبیل الله، اولا که شما خالصانه باید برید، بعد با کیها می جنگید؟ الذین یقاتلونکم، کسانی که اونها بلند شدن، شمشیر برداشتن، تفنگ برداشتن، سلاح برداشتن، هواپیماهای بزرگی رو از اون سر دنیا برداشتن، آوردن اینجا دارن شما رو میزنن و میکشن. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اون کسانی که در میدان نبرد با شما وارد شدن و دارن شما رو میکشن. ولا تعتدوا، و از خط و قرمزها شما تجاوز نکنید. لا تعتدوا یعنی تجاوز نکنید، گذر نکنید، تعدی نکنید از اون خط سرخ‌هایی که برای شما مشخص شده. نباید
نباید به بهانه جنگیدن بیگناهان رو بکشید، نباید کسانی رو که در جنگ با شما شریک نیستن، چه مرد باشن، چه زن باشن، چه پیر باشن، چه جوان باشن، یک گروهی، یک حزبی، یک کشوری، یک مملکت فکری حرکت کرده، جنگ کرده، ظالمانه داره میاد با شما میجنگه و میکشه، شما هر کسی رو که منتسب به اوناست هر جای دنیا ببینید بکشید، نه، فقط کسانی که در میدان جنگ با شما شریک هستن و کسانی که سلاح گرفتن با شما، چه کسانی که مغز تفکر مغز فکری اونها هستن و برنامه‌ریزی‌های اونها هستن، چه کسانی که سلاح به دست دارن، چه کسانی که کمک میکنن اونها رو تا این نقشه اجرا بشه، این همه در میدان جنگ به حساب میشن، چه مرد باشه، چه زن، چه پیر باشه و چه جوان. اما در بحث این که نباید اسیان کرد، کسانی رو که در میدان جنگ نیستن، کودکان نباید کشته بشن، دیوانگان نباید کشته بشن، کسانی که به هر حال در جنگ نیستند، کسانی که در جنگ شریک نیستند و اونها در جنگ پای نگذاشتند و راضی هم نیستند به این جنگ، هرگز نباید به اونها دست دراز کرد و نباید حق اونها نادیده گرفته بشه و نباید از این خطوط فراتر رفت. و همچنین بحث اینه که در بحث کشتار نباید شما در قوانینی که دارید در بحث اسیر گرفتن ها با اسیر معامله شما یک معامله انسانی باید باشه. بعد کسی که کشته شده جنازه های اون رو نباید تیکه تیکه و قطعه قطعه بکنید، آتش نباید بدید جنازه های اونها رو از پیش خودتون. اینها همه مباحثی است که در بحث قتال وقتی که الله تعالی میفرماید ولا تعتدوا، از خط سرخ تجاوز نکنید، یعنی فقه جهاد، فقه جهاد که خودش یک کتاب مفصله، فقه جهاد که کتاب ها نوشته شده دربارش، اونها همه باید رعایت بشه، نباید از این خط سرخ تعدی کرد، چرا که الله تعالی دوست نداره کسانی رو که تعدی میکنن. در آیه 191 که اینها تازه خلاصه آن چیزی بود که گذشت، در آیه 191 که بحث و درس امروز ماست، الله تعالی بفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، وقتلوهم و بجنگید با آنها، بکشید آنها را، حیث هر کجا که ثقفتموهم یافتید شما آنها را، و اخرجوهم و اخراج کنید، خارجشون کنید، بیرون کنید اونها رو، من حیث و همان گونه‌ای که اخرجوکم، همان گونه‌ای که شما رو بیرون کردن. کلمه حیث و هم به معنای همان گونه میاد، هم معنای هر جا میاد، و الله تعالی میفرماید که شما بجنگید با اونها هر کجایی که یافتید اونها رو. به هر حال خب محدوده محل جنگ مشخصه، وقتی که کافر میاد و به زور یک کشور اسلامی رو اشغال میکنه، هر کجایی که این کافر در این کشور اسلامی اون سربازش اون جنگجوش پیدا شد، وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کجایی که این متجاوز، این متعدی، این کسی که تجاوز کرده از اون حق و حقوقی که خودش داشته، از حد و حدود خودش و داخل شده به خانه شما، خونه من، خونه من، مسلمان خونه منه، کشور من مسلمان کشور منه، هر کسی که بدون اذن من و به قصد تجاوز و تعدی و کشت و کشتار و چپاول و تاراج اموال من وارد خونه من شد، هر گوشه ای از این خونه خودم این رو یافتم، وقتلوهم حیث و ثقفتموهم، بکشیدش هر گوشه ای که، هر گوشه ای که اون رو یافتید، و اخرجوهم و بیرونشون کنید، من حیث و اخرجوهم، همون گونه ای که شما رو بیرون میکنن، چه بسا که خیلی ها اومدن آواره کردن مسلمان ها رو، از خانه و کاشانه اونها راندن بیرون کردن، اونها رو مجبور به هجرت کردن، اونها رو مجبور به اخراج از کشورشون و سرزمینشون و وطنشون کردن. الله تعالی میفهمد شما هم اونها رو بزنید، برانید، اونها رو بیرون بکنید از سرزمین خودتون، از خونهای خودتون، از کاشانه خودتون، همون گونه که شما اون کارو اونها با شما کردن. ول فتنه تو اشد من القتل، فتنه اینجا معنی کفر است، ول فتنه تو کفر، شرک، فساد، ول فتنه تو اشد من القتل، بدتر از کشتن هست، اشد و شدیدتر از قتل. شاید این سوال برای ذهن یک بیننده پیش بیاد که خب بکشید هر کجای گناه ها رو یافتید، آیا این کشتن کجاش میتونه سبب خیر بشه، سبب نیکی بشه، سبب اصلاح بشه، کشتن چه سودی میرسونه؟ الله تعالی میفرماید ضرر فتنه خیلی بدتر از کشتنه. اون کسانی که میان و هدف اونها چیه؟ اونایی که میان برای ترویج کفر میان، برای ترویج شرک میان، اون کسانی که میان تا فسق و فجور رو ترویج بکنن، کسانی که به بهانه اصلاح، کسانی که به بهانه بازسازی، کسانی که به بهانه خدمت دارن میان و تقد ترویج کفر میکنن، کسانی که میان و با اسلام مبارزه میکنن، کسانی که میان و حجب و حیا و عفت جامعه اسلامی رو میخوان از بین ببرن، میخوان فتنه برانگیزن، میخوان بیان اختلاف ایجاد کنن، چند دستگی ایجاد کنن، کسانی که اومدن تا چپاول کنن اموال و دارایی های امت اسلامی رو،
کسانی که اومدن اینجا تا اهداف شوم خودشون رو اینجا حاکم بکنن، کسانی که اومدن تا نوکران مثل خودشون رو بگذارن و برن، اینها این فتنه اینها از این کشتارشون بدتره. اون فتنه خیلی بدتره، چرا که این فتنه سبب میشه تا انسانها دین و دنیاشون خراب میشه. تمام ادعاهای دروغین اونها در آبادی دنیا برای همه آشکار شده و برای آبادی مسلمان ها هرگز دلی نسوزوندن اونها، همونجوری که در آیه 120 الله تعالی فرمود در همین سوره ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هرگز یهودی و مسیحی از تو راضی نمیشن مگر اینکه تو هم تبعیت بکنی از ملت اونها. و دنیا هم که به طریق اولا هیچ وقت در دنیا اونها به دل نسوزوندن به ما. و در آیه 105 هم باز همین مفهوم ما داشتیم در سوره مالکه بقره در همین سوره که ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خیر من ربكم، اصلا دوست ندارن هیچ خیری از طرف الله تعالی به شما برسه. و این کلام الله تعالی است، هر کسی که قبول نمیکنه خودش رو داره فریب میده، هر کسی که نپذیره و اعتقاد نداشته باشه به این چیزها در ایمان خودش باید تجدید نظر بکنه. و دنیا به طریق اولا مشخصه برای ما، همه اون کسانی که به دعای آبادی اومدن الان مشخصه که بعد از اونها چه فساد و فسق و فجور و جنگ ها و چپاول های هنوز باقی است و در حضور خودشون هست. و قیامت هم به طریق اولا، دنیا که اینجوری شد، آخرت هم که وقتی کسی که دینش عوض بشه، فسق و فجور انجام بده و اعتقاد خودش عوض بکنه، آخرتش که به طریق اولا تباه شده، خسرت دنیا و آخرت، دنیا و آخرت این شخص تباه میشه. والفتنه تشد من القتل، باز در آیه 217 همین سوره الله تعالی تعبیر دیگریش مشابه این داره، والفتنه تو اکبر من القتل، اونجا میفهمد که فتنه خیلی بزرگتر از قتله. بعد جالب است که در آیه 217 الله متعال اونجا میفرماید که اونها هرگز راضی نمیشن که شما، هرگز از شما دست بر نمیدارن از جنگ با شما، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اونها تا قیامت با شما میجنگن، انقدر با شما میجنگن تا شما دینتون دست بردارید. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، انقدر با شما میجنگن تا اگر بتونن دین شما رو عوض بکنن. مشکل اینها با ما دین ماست و اعتقاد ماست و توحید ماست و بهانه‌های مختلف پیدا میکنن. یه روزی به ما میگن تروریست، یک روزی به ما میگن جنایتکار، یک روزی به ما، هر روزی یک اسمی برای ما میگذارن. خلاصه پیامبر ما رو هم همینو میگفتن، به پیامبر ما هم همینو گفتن، به صحابه ما همینو گفتن، به اون کسانی که دنیا رو پر از عدل و داد کردن هنوز هم میگن ادعی. و این شعارها برها چیز جدیدی نیست و برها مجبورن برای برها توجیه جنایت‌های خودشون، ظلم و فسق و فجور خودشون، یک دلیلی برای خودشون پیدا بکنن، مجبورن یک بهانه‌ای بتراشن تا یک ادعی از نشخوار کنندگان افکار اونها و هم عقاید اونها بگن بله اینها، انما نحن مصلحون، ما اومدیم اصلاح میکنیم، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. در آیه ادامه آیه الله تعالی میفرماید ولا تقاتلوهم در المسجد الحرام، اما در مسجد الحرام، ما در روی زمین اماکنی داریم که جنگ کردن در اونها برای ما مسلمان ها بدون دلیل جنگ کردن جایز نیست. نه تنها جنگ کردن، حتی کشتن یک حیوان و یک حشره هم اونجا جایز نیست، حتی قطع کردن یک شاخه درختی که از همون درخت های اون سرزمین هستن برای ما اجازه نیست. و ما حرمین شریفین رو داریم، به حرم مکه مکرمه و حرم مدینه منوره. و در حرم وقتی که ذکر میکنیم خود مسجد الحرام و مسجد النبی مراد نیست، بلکه دایره حرم خیلی وسیع‌تر از این هست. ما در مسجد الحرام حدود نصف شهر مکه فعلی رو ما در حرم داریم، محدوده حرم که مشخص شده هست. عزیزانی که مشرف شدن دیدن که ستون‌هایی که سرستون‌هایی که بالا نوشتن بدایت الحرم و نهایت الحرم، و در مدینه منوره هم بیش از نصف شهر مدینه منوره در حرم واقع هست. و در محدوده حرم مسلمان ها به حال در این محدوده هر کسی که داخل بشه در امان هست، همونجوری که در آیه 97 سوره مالک آل عمران الله تعالی میفرماید من دخله کان آمنا. در مسجد الحرام، درباره مسجد الحرام میفرماید هر کسی که در مسجد الحرام وارد شد در امن و امان هست، ولو اینکه قتل کرده باشه، ولو اینکه انسان، هر انسانی باشه، وقتی که داخل شد تا وقتی خارج نشه ما کاری باشه نداریم، مگر اینکه به قصد فتنه و به قصد جنگ بره اونجا. کسی که به قصد فتنه و جنگ وارد مسجد الحرام میشه یا وارد مسجد النبی میشه و میخواد افکار و عقاید و باورهای انحرافی و شوم خودش رو اونجا بیاد غالب بکنه و فتنه ایجاد بکنه و اختشاش ایجاد بکنه و سر و صدا بکنه و نظم و امنیت رو به هم بزنه، اون موقع ولا تقاتلوهم در مسجد الحرام، با اونها نجنگید در کنار مسجد الحرام، اینجا در محدوده حرم مکه مکرمه مراد هست.
حتی یقاتلوکم فی، مگر اینکه حتی تا موقعی که یقاتلوکم به جنگن با شما فیه در مسجد الحرام، در محدوده مسجد الحرام، اینجا مراد حرم مکه است. فین قاتلوکم، شما با اونا نجنگید مگر اینکه اونا شروع کنن به جنگ. فین قاتلوکم، اگر اون موقعی که اونا جنگیدن با شما، فقتلوهم، ما شما هم بجنگید. اگر کسی در حرم هم امن الهی دست به فتنه و فساد زد، تا وقتی که کسی دست به فتنه و فساد نزده کسی باش کاری نداره، اما وقتی کسی دست به فتنه و فساد زد، اون موقع دیگه امت اسلامی و موحدین بهش رحم نخواهند کرد، طبق این آیه قرآن کریم، چرا که خط سرخهای امت اسلامی قابل گذشت نیست. کذالک جزاء الکافرین، و این جزای کافرین است، کسی که در مسجد الحرام و مسجد النبی به قصد فتنه و به قصد تجاوز و تعدی و به قصد اشغال، حتی متاسفانه در پاره ای از زمانها این اتفاقات افتاده، وارد بشه و پا بگذاره، امت اسلامی در برایش قیام میکنن و باش میجنگن. و این قانون وقتی هست که کسی داخل بشه، اما کسی که جنگ نکرده باشه، کسی با اون وارد جنگ نخواهد شد. فاین انتهو، اگر پایان دادند، فاین انتهو، اگر انتها دادن به این کار خوشون، پایان دادن، فاین الله غفور و رحیم، پس الله تعالی بخشنده و مهربان است. یعنی کسی توبه کرد از کاری که کرده، اشتباهی مرتکب شده، توبه کرد، پی برد، الله تعالی بخشنده و مهربان است و اون رو میبخشه. و قاتلوهم، بجنگید با کی؟ با کفار، با مشرکین، با هر کسی که نمیخواد توحید در روی زمین پخش بشه. هدف از جهاد چیست؟ اینجا الله تعالی هدف از جهاد رو مطرح میکنه. هدف از جهاد کشتن کفار نیست، هدف از جهاد کشتن مشرکین نیست، هدف از جهاد غنیمت گرفتن اموال اونها نیست، هدف از جهاد فقط گسترش زمینهایی که به دست مسلمان هاست نخواهد بود. فقط هدف چیه؟ هدف و قاتلهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید تا فتنه ای باقی نمونه، تا کفر و شرکی باقی نمونه، تا یک عده انسانها رو مجبور نکنن به پذیرفتن عقاید شرکی و کفری. چرا؟ که هر روز قیامت به جهنم میرن. مسلمانان در طول تاریخ، در اوج خلافت راشده که مسلمان ها به هر حال امپراتوری ایران و روم رو در همون دورانی که دوران خلافت که وقتی که به زانو در آوردن، تاریخ شاهده که ما هر وقت که مسلمان ها وارد سرزمینی شدند، من جمله ایران، وقتی که اومدن هیچ وقت مردم رو به زور وارد اسلام نکردن، اومدن فقط چیکار کردن؟ علاوه بر اون چیزی که ادعا میشه که من اسلام با شمشیر پیش رفته، اسلام فقط اومد چیکار کرد؟ امپراتوری رو که حالا سوای اون فسخ و فجوری که خودشون داشتن، 1000 تا 2000 تا زن داشتن، با خواهر و مادر خودشون هم ازدواج میکردن هر چند گاهی، مجبور میکردن مردم رو به پذیرش عقاید خودشون، مجبور میکردن تا همه مثل خودشون آتش بپرستن. اسلام اومد و گفت شما از کی تا به حال، عمر رضی الله عنه جمله مشهورش است، از کی تا به حال کسانی رو که از مادر آزاده متولد شدن شما اینها رو غلام خودتون کردید، و آمد و اونها رو آزاد کرد. و قد امپراتوری هایی رو که نمیخواستن توحید به مردم برسه و نمیخواستن مردم آزاد باشن در پذیرفتن عقاید و باورهای خودشون، اونها رو برداشت و مردم رو آزاد گذاشت. تا 5 قرن اول در اسلام، 5 قرن اول دخول اسلام در ایران، اکثریت کسانی که در سرزمین فارس اون زمین زمان زندگی میکردن غیر مسلمان بودن، و این خودش دلیل بر اینه که کسی اونها رو مجبور نکرد و بعدن خودشون پذیرفتن. و فقط هدف اینه، و قاتلوهم، بجنگید با کفار و مشرکین، حتی لا تکون فتنتون، تا اینکه کفری باقی نمونه، شرکی باقی نمونه، مردم آزاد باشن. لا اکراه فی الدین، در قبول دین اجباری نیست، اما این بستر باید فراهم بشه تا مردم آشنا بشن، تا مردم بشنون صدای توحید رو. چرا میترسن امروز عده از این که صدای توحید بلند میشه، یا الله بلند میشه و ندای توحید بلند میشه، و اجازه نمیدن موحدین فعالیت بکنن و قرآن درس بدن؟ حتی همین ترجمه‌ای که الان ما داریم، همین جرم خیلی جاها، همین صحبتی که ما الان داریم خیلی جرمه، ترجمه قرآن کریم. و این خب اینها همه اسلام اومده تا با این تفکر مبارزه بکنه، با قاتلهم حتی لا تکون فتنتون، تا فتنه کفری شرکی باقی نمونه. و یکون الدین لله، دین از آن الله تعالی باشه. بحث دین، هر جایی که دین مطرح میشه، دین از آن تعالی، الله تعالی است. و این الدین عند الله الاسلام، و دین نزد الله تعالی فقط اسلامه و توحید خالصه. و شما هدف از جهاد فقط پس یک چیزه، اون هم حکومت توحیده، و اینکه توحید در همه جا حکم فرما بشه و مردم به توحید بیان، مردم آزاد باشن در پذیرفتن باور توحیدی.
فإنتهوا اگر کسانی که با شما می‌جنگیدن دست کشیدن از جنگ با شما فلا عدوان الا علی الظالمین پس دشمنی باقی نمی‌ماند مگر با ظالمان پس جنگی باقی نیست عدوان اینجا معنی دشمنی است فلا عدوان دشمنی نیست مگر با ظالمان اگر اونها توبه کردن فقط ما با کسانی که می‌جنگن می‌جنگیم الشهر الحرام و بالشهر الحرام یک بلد الحرام ما داریم یک شهر الحرام یک مکان‌هایی داریم که حرمت دارن یک زمان‌هایی هم داریم در کنار مکان‌ها که حرمت دارن که هر دوی اینها در بحث جنگ باید مد نظر باشه که حرمت‌ها باید همیشه رعایت بشه در زمان مکان‌ها که گفتیم حرمین شریفین و در مکان‌ها 4 ماه حرام طبق آیه 36 سوره مالکی توبه کلا تعالی می‌فرماید ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الیوم خلق السماوات والارض از روزی که الله آسمان و زمین رو خلق کرده تعداد ماه از الله تعالی 12 تا است منها 4 حرم از این 12 ماه 4 تا ماه حرام هست 4 تا ماه حرام یعنی اینکه در این 4 ماه حرمت ها بیشتر از قبل مد نظر باشه و کسی حق نداره جنگ بکنه و جهاد داشته باشه در این ماه البته جهاد اینجا منظور جهاد هجومی هست یعنی حمله کردن به یک منطقه جهاد تدافعی که همیشه حکمش باقی است در مسجد الحرام اینجوری که گذشت کسی در مسجد الحرام و حرم مکه کسی فتنه و فسق و فجور بکنه خب مسلمان ها در برابر اونها بلند میشن و دفاع میکنن از حرم خودشون و از حریم خودشون در این 4 ماه مسلمان ها غالبا در این 4 ماه سعی میکنن که لشکر جهادی سریه ها و غزوه ها حرکت نکنه در ماه ذوالقعده ذوالحجه محرم ذوالقعده ماه قبل از حج هست ذوالحج ماه حج هست که عید قربان در اون محرم ماه بعدش تا بستر این 3 ماه تا بستری فراهم باشه برای حج کسانی که میخوان بیان حج راحت تر بیان به سرزمین حج خب قبلا مثل امروز امکانات نبود شاید یک ماه طول میکشه تا کسی برسه به حج یک ماه طول میکشه تا برگرده در این 3 ماه یک ماه قبل از حج ماه خود حج و ماه بعد از حج ماه حرام اعلام شده تا سفر حجاج به مسجد الحرام و مکه مکرمه با آرامش بیشتری انجام بگیره تا راحت برن بیان یک ماه دیگه ماه رجب در وسطای سال شاید حکمت این بوده در ماه رجب که کسی که میخواد عمره بیاد هم فرصتی داشته باشه در طول سال که یک ماهی بیاد و راحت عمره انجام بده بره خب میدونیم که اعمال عمره در نصف روز تمام میشه و نیاز به زمان آنچنانی نداره مثل حج که حداقل 5-6 روز ایام مراسم طول میکشه و قبلش یک آمادگی میخواد کسی که میخواد تمتع بکنه زودتر بعد بیاد عمره به جا بیاره و بعد از اونم باز خیلی هم میمونن و خب عمره به یک ماه میشه راحت این ایام رو به جا آورد والله اعلم بالصواب الله تعالی میفهمند در شهر الحرام اینجا اشاره شهر حرام ماهای حرام هست همین 4 ماه ذوالقعده ذوالحجه سفر و رجب ذوالقعده ذوالحجه محرم و رجب شهر الحرام شهر الحرام ماه حرام در برابر ماه حرام است و الحرمات و قصاص و حرمت ها قصاص دارند شهر حرام ماه حرام در برابر ماه حرام الله تعالی میفهمد اگر کسی در ماه حرام جنگید و جنگ شروع کرد اون موقع دیگه این حرمت باقی نمیمونه اون موقع حرمت ماه حرام در برابر حرمت ماه حرام از بین میره اگر کسی حرمت رو رعایت کرد شما هم رعایت کنید اگر کسی رعایت نکرد پس رعایت نمیشه این معناست شهر حرام در برابر شهر حرام اگر کسی این ماه رو حرام دانست شما هم حرام بدانید اگر کسی حرام ندانست شما هم حرام ندانید و الحرمات و قصاص حرمت ها قصاص دارن حرمت ها هر چیزی است که دفاع و صیانت از اون لازم هست و من جمله ماه حرام هست و حرمات و قصاص و حرمت و قصاص دارن فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم میتونیم این حرمات و قصاص رو بین معنا هم بکنیم که کسی که حرمت ها رو رعایت نکنه قصاص خواهد شد و بعد جزا ببینه و به هر حال مجازات خواهد شد یا میتونیم بگیم که این قصاص به معنای برابری است کسی که رعایت کرد شما هم رعایت کنید حرمت این ماه رو کسی رعایت نکرد شما مثل اون مقابله مثل کنید فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم پس هر کسی که اعتدا علیکم تعدی کرد بر شما تجاوز کرد بر شما معنای رعایت نکردن حقوق اعتدا علیکم کسی که از حد فراتر رفت و ظلم کرد شکنجه کرد شما رو فاعتدوا علیه شما هم مقابله به مثل کنید فاعتدوا علیه شما هم تعدی کنید بر اون به مثل ما اعتدوا علیکم به همون اندازه که بر شما اون تعدی کرده این مقابله به مثل هست هر کسی که به شما حمله کرد شما در مقابل همون اندازه که اون ظلم کرد حمله کرد شکنجه کرد این حق رو دارید این عادلانه ترین حالت ممکن هست گرچه درجه بالاتر از این هم وجود داره فمن عفا و اصلح فاجره علی الله اللهم تعالی میفهمد سزای بدی بدی است اما اگر کسی درگذر شد و بخشید پس اون اجرش با الله تعالی است و اتقوا الله بترسید از الله تعالی پرهیزکاری پیشه کنید مواظب باشید در باب انتقام گرفتن
اونجایی که میخواید حق خودتون رو بگیرید تعدی نکنید، تجاوز نکنید از حقوق و از حد سرخ خط سرخایی که برای شما است. و علم ان الله مع المتقین، بدانید که الله تعالی به همراه متقیان است. و اون کسانی که پرهیزکاری پیشه میکنن، شما مواظب باشید که پرهیزکار باشید، مواظب باشید که خط سرخ را رعایت بکنید. میدان جهاد میدانی که انسان احیانا احساسات بر اون غلبه میکنه و انسان باید خیلی مواظب خودش باشه، بعد بسیار پرهیزکاری پیشه بکنه تا خدایی نکرده به ناحق دست به مال، جان و یا ناموس کسی دراز نکرده باشه. و انفقو در آیه 195 الله تعالی بعد از اینکه آیاتی رو درباره جهاد اشاره فرمود به موضوع دیگری که خدمتکار جهاد است و بسیار مهم است و جهاد با چرخهای این موضوع به پیش میره اشاره میفهمد و آن موضوع موضوع نفاق است. موضوع انفاق ببخشید، موضوع انفاق هست. موضوع انفاق یعنی بخشیدن مال در هر آن چیزی که رضایت الله تعالی را به دنبال دارد. صدقه میتونه باشه به مسکین ها و یتیم ها. و الله تعالی میفهمد و انفقوا فی سبیل الله، و انفاق بکنید در راه الله تعالی. ولا تنقوا به ایدیکم الى التهلكه، و نیندازید. لا تنقوا، نیندازید، نیندازید از القا گرفته شده. ولا تنقوا به ایدیکم، و دست و دو نیندازید با دست خودتون الى تهلك خودتون رو. ولا تنقوا به ایدیکم الى تهلك خودتون رو، با دست خودتون به هلاکت نیندازید. تهلك یعنی هلاکت. الله تعالی میفهمد که شما انفاق بکنید در راه خدا خالصانه فقط به خاطر الله تعالی. اینجا باز کلمه فی سبیل الله مثل اونجا و قاتلوا فی سبیل الله همون اشاره داره به همون موضوعاتی که اونجا ذکر شد، یعنی هدفتون فقط بعد اخلاص و رضایت الله تعالی و پیش برد اهداف دین باشه، نه که تعریف بکنن از شما ماشاءالله فلانی انقدر انسان خیره بود، دیدی چقدر پول خرج کرد. نیت رو الله تعالی بهتر میدونه و الله تعالی اینجا اشاره میکنه به موضوع اخلاص. و انفقوا فی سبیل الله، و خودتون رو بعد ادامه آیه با دست خودتون به هلاکت نندازید. در آیه قبلی آیات جهاد این که انسان جان خودش رو ورداره بره در راه الله بجنگه، و یا یعنی اینکه مال خودش رو خرج بکنه. خب جهاد میدانی هست که انسان شاید کشته بشه، پولش هم که خرج شد، هم جان رفت هم مال رفت. ظاهر جریان اینگونه به نظر میاد که این آیه اینگونه به نظر میاد که ما با جهاد هم خودمون رو هلاک کردیم از بین بردیم، و هم مال خودمون رو با دست خودمون از بین بردیم. انگار مال و جان خودمون رو با دست خودمون از بین بردیم. این تصور اشتباه پیش میاد، همون گونه که در زمان صحابه برای برخی از کسانی که بعد از صحابه ایمان آورده بودن این جریان پیش اومد و اومدن گفتن که خب اینجا قرآن میگه خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نندازید. ما خودمون که وقتی میریم جنگ جهاد میریم با خودمون با دست خودمون هم مالمون رو هم جانمون رو به هلاکت میاندازیم، این حکمت چیست؟ این اشاره داره این آیه و انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه الله تا جهاد جاری بمونه. اگر این کارو نکردید، اگر انفاق نکردید در راه جهاد، جهاد تعطیل شد، کفار بر شما مسلط میشن. وقتی کفار مسلط شدن چه اتفاقی میفته؟ هم دین انسان خراب میشه، هم دنیای انسان خراب میشه، انسان به هلاکت میفته. انسان انگار که به خاطر جهاد نکردن، به خاطر انفاق نکردن راه جهاد، به خاطر اینکه حاضر نشد در میدان معرکه و کارزار جهاد حاضر بشه، خودش با دست خودش خودش رو به هلاکت انداخت. کافر میاد میزنه همه رو از بین میبره و هلاک میکنه. و مقصر کیست؟ اون کسی که خودش با دست خودش این کارو کرد، حاضر نشد جهاد بکنه، حاضر نشد خرج بکنه. و انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه الله تعالی. اگر این کارو نکردید چی میشه؟ خودتون با دست خودتون به هلاکت انداختید و شایسته نیست برای شما. و این کارو نکنید ولاتون قو بیدیکم من تهلک، و شما خودتون با دست خودتون به هلاکت نندازید. این یک معنا و برداشت از این آیه است. و احسنو، و نیکی کنید. این میتونه برداشت دوم باشه که شما انفاق کنید در راه الله تعالی خالصانه فقط به خاطر الله تعالی، همونجوری که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله، فقط به خاطر الله تعالی، به خاطر ریاکاری نباشه. اینجوری نباشه که شما جهادتون ریا باشه، به خاطر ریا باشه، به خاطر پست و مقام باشه، به خاطر دست یافتن به مال دنیا باشه، و انفاقی هم که میکنید به خاطر اسم و رسم باشه، به خاطر تعریف باشه، به خاطر تمجید یا دست یافتن در آینده به مال بیشتر از این. که اگر اینگونه شد شما مالتون هم رفته، چه بسا کشته هم بشید، و خودتون رو با دست خودتون به هلاکت انداختید به خاطر ریای خودتون، به خاطر اینکه شما نیکوکار نباشید. و احسنو، نیکوکاری پیشه کنید. نیکو احسان در روایتی از رسول صلی الله علیه و سلم حدیث جبریل مشهور است،
که حضرت جبرئیل علیه السلام برای تعلیم آمد، به شکل انسانی حاضر شد و از پیامبر اکرم علیه السلام چند تا سوال پرسید. یکیش این بود: مل احسان، احسان چیست؟ فرمودن تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه معناش که تو الله رو طوری عبادت کنی انگار که تو داری اون رو میبینی، و اگر هم تو اون رو نمیبینی، اون که داره تو رو میبینه، اون داره تو رو میبینه. این موضوعی هست که بحث اخلاص مطرح میشه و اشاره به اخلاص داره و میتونه یکی از معانی آیه این باشه که ولا تلقوا بایدیکم من التهلکه، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نندازید با ریاکاری، با نیت غیر الله تعالی. و نکی میکنه که ان الله یحب المحسنین، الله تعالی محسنین رو دوست دارد. اینکه انسان الله رو دوست داشته باشه این یک فضیلت هست، ولی خب نمیشه گفت که یک فضیلت بسیار بالاست، چون همه انسان و مسلمان ها الله تعالی رو دوست دارن. اما اینکه الله انسان رو دوست داشته باشه این فضیلت. ان الله یحب المحسنین، الله خودش دوست داره محسنین رو. و اینجا یک آیه دیگه، برداشت دیگه هم میشه از این ظاهر این آیه کرد، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، به لفظ آیه خودتون رو با دست خودتون ملکت نندازید. انسان بالا میشه بالای یک برجی، یک لبه وای میسته، میدونه که الان احتمال داره بیفته، اگه افتاد خودش با دست خودش رو ملکت انداخت. میره انسان میخواد بره تو دره شنا بکنه، شنا هم بلد نیست، خب این خودش با دست خودش داره خودش رو ملکت میندازه. پشت فرمون ماشین میشینه توی اتوبانی که رانندگی هم بلد نیست، خب این خودش با دست خودش داره خودش رو ملکت میندازه. سیگار شروع میکنه، روزی دو بسته سیگار میکشه، خودش با دست خودش داره خودش رو ملکت میندازه. بعد خیلی از موارد مثل این وقتی انسان میدونه که این کار ضرر داره و چه بسا که جونش رو شاید از دست بده در راهی که امر دینی نیست، تشویق دینی نیست، هیچ هدف دینی هم در بر نداره. من اون چیزی که به دین مرتبط میشه اون کاملا یک مقوله جداست. انسان به خاطر دعوت، به خاطر کار دینی، به خاطر حج، به خاطر عمره، به خاطر نماز، حتی به خاطر یک عبادتی داره در یک مسیری گام میگذاره که چه بسا در اون مسیر کشته بشه، بحث دیگری است. اون که خب بنا قتلتم فی سبیل الله اموتم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون، در آیه 58 سوره مالک آل عمران الله تعالی فرمود اگر کشته بشید در راه الله تعالی یا بمیرید، رحمت و مغفرت که الله تعالی از طرف الله تعالی شامل حال شما میشه خیلی بهتر از تمام اون چیزهایی است که بقیه جمع کردن. ما بحثمون طولانی شد، فقط خلاصه بکنیم، بقیه آیات ان شاء الله مختصرتر خواهیم رفت. و ان الله یحب المحسنین، ادامه این آیه همون گونه که در بحث رمضان ذکر شد، بعد از اینکه الله تعالی دو مورد رو ذکر کرد، یک راه حل، یک راه درمان، نسخه شفا داد برای اون کسانی که آمادگی نداشتن برای پذیرش حکم قبلی. بحث جهاد، جهاد به هر حال انسان باید با جانش با مالش فداکاری بکنه، نیاز به تمرین داره، نیاز به این داره که انسان یک تمرین داشته باشه، یک بستری فراهم بشه که انسان آماده بشه برای این فداکاری با مال و جان. حج یک فرصت، یک تمرینه، یک به هر حال آزمایش الهی است. و یک حقیق از حکمت‌های حج از طرف الله تعالی اینه که انسان رو برای فداکاری با جان و مال آماده می‌کنه، چرا که در حج انسان با جان خودش هم واقعا خستگی داره. عزیزانی که حج مشرف شدن میدونن، 5 شبانه روز به حال از این طرف اون طرف رفتن، از اون ور بین رفتن، این طرف اومدن، در جایی که به هر حال با احرامی که دست بال انسان رو بسته، چه بسا انسان مجبور میشه خیلی جاها رو پیاده روی بکنه، شلوغی هست، گرما هست، امکانات شاید اون حد بعضی جاها میسر نشه، و این علاز جسمی بر انسان سخت است و علاز مالی هم خب هزینه‌اش بر همه مشخص است. و الله تعالی اینجا در آیه 196 یک نسخه شفا برای کسانی که آمادگی حج ندارن، آمادگی جهاد ندارن مطرح می‌فرماید، و یک نسخه برای کسانی که کلن برای امت اسلامی تا بتونن آماده تر باشن برای حج، برای جهاد. مسئله حج، الله تعالی در آیه 96 میفرماید و اتم الحج و العمرة لله، شما کامل کنید حج و عمره رو فقط برای الله تعالی. ببینید چقدر مسئله اخلاص هی تکرار میشه، عبادت فقط برای الله، ایاک نعبد، ما فقط تو رو میپرسیم یا الله. عبادتمون نه به خاطر رضایت فلان ولی، نه به خاطر رضایت فلان نبی، نه به خاطر برایت رضایت فلانی و فلانی، هر کی میخواد از ما راضی باشه باشه، نمیخواد راضی نباشه نباشه، اصلا مهم نیست، کل عالم راضی باشه نه نباشه مهم نیست، الله تعالی راضی باشه تمام. رضایت الله تعالی، وقتی الله راضی بود، الله از ما راضی بود، تمام، ما پیروزی رسید. وقتی که الله از ما ناراض بود، رضایت هیچ کسی به درد ما نمیخوره. و الله تعالی هم از ما همیشه همینو میخواد که فقط به خاطر من عبادت کنید، تمام عبادتاتون، زندگیتون، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له بذلک امرت و انا اول المسلمین. پیامبر من بگو نماز من، روزای من، عبادت های من، حج من، زندگی و مرگ من، همش به خاطر الله تعالی است، هیچ شریکی براش قائل نمیشم، هیچ شریکی براش قائل نمیشم، من به این امر شدم و
من اولین کسی هستم که در برابر این امر تسلیم شدم. در آیه 196 من هرچی میخوام مختصرش کنم هی داره حاشیه میره بحثمون. و خب این ترجمه این آیت من فقط اکتفا میکنم، و اتم الحج و العمره لله، و حج و عمره رو فقط به خاطر الله تعالی کامل بکنید. فان احصرتم، پس اگر احصرتم محاصره شدید، حصر شدید، باز داشته شدید از مسیری که دارید میرید، احرام پوشیدید که برید وسط را نتونستید، حالا به هر حال جورتون پلیسی گرفت، مدرک نداشتید، یا مشکلی پیش اومد، یا مجبور شدید برگردید، یا دشمن نگذاشت. زمان رسول صلی الله علیه و سلم این اتفاق افتاد، در صلح حدیبیه رفتن، نگذاشتن مشرکین که برن برای حج، یا اصلا تو پاسپورتتون مشکل داشت، تو فرودگاه جورتون گرفتن. به نحصرتم، اگر باز داشته شدید، فهم از تیسر من الهد، پس آن چیزی که فما آن چیزی که استیسر مهیا می شود یا آسان می شود میسر می شود از هدی، هدی اون قربانی که حیواناتی که در قربانی کشته میشه، یا گوسفند، یا یک هفتم شتر، و یا یک هفتم گاو. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله، حتى يبلغ الهدي مهله، ولا تحلقوا و نتراشید، حلق به معنی تراشیدن است، ولا تحلقوا نتراشید رؤوسكم سرهاتون، حتى مگر تا موقعی که یبلغ برسد الهدی اون قربانی محله، محل قربانیش، به قربانگاه برسد. این حکم روز حج هست، روز عید قربان هست که شما سرها رو بعد از اینکه قربانیتون تمام شد بتراشید و قبل از اون نتراشید. اما اگر کسی خب مریض مجبور شد چی کار بکنه؟ فهم این کانم این کن مریضان، اگر کسی از شما مریض بود، او بهی اذن، یا به اون اذن یک اذیتی آزاری بیماری رسیده بود، من رأسی از در سرش یک مریضی داشت، مشکلی پیدا شد، براش مجبور شد، تصادف کرد، مجبور شدن سرشو بتراشن، سر زخمی شد، حالا بعد بتراشن تا بتونن مثلا بخیه بزنن، یا یه بیماری پوستی پیدا کرد، یا هر دلیل دیگری که مجبور شد این کارو بکنه بتراشه، ففدیتون، پس یه فدیه بده، فدیه بده. این فدیه چیه؟ فدیه یا روزه است، من صیام، روزه بگیره 3 روز، او صدقتین، یا صدقه بده غذای 6 نفر مسکین رو روزانه، چقدر میشه 6 نفر حساب بکنه، او نسک، یا این قربانیایی که به حال چیز شده، نسک برمیگرده به همین حیوانی که برای قربانی استفاده میشه، و ذکر کردیم که گوسفند یا یک هفتم شتر و گاو. فاذا امنتم، اما اگر در امان بودید، فمن تمتع، هر کسی که بهره مند شد، تمتع، تمتع یعنی بهره مندی، فمن تمتع بالعمره، هر کسی که بهره مند شد از عمره، الی الحج، بعد از اون خواست حج را ادامه بده، عمره کرد، نیت حج نداشته بود، حالا میخواد نیت حج بکنه، فما استیسر من الهدی، پس آن چیزی که آسان میشه براش، هر چیزی که در دسترس بود از قربانی، فما لم یجد، اما کسی قربانی پیدا نکرد، گوسفندی یا یک هفتم گاو و شتر که شریک بشه با کسی، فما لم یجد، کسی که نیافت، پس هر کسی که نیافت، فصیام ثلاثه ایام، روزه 3 روز، فصیام ثلاثه ایام فی الحج، 3 روز در حج روزه بگیره، گفته میشه بهتر اینه که روزه هفتم، هشتم و نهم، یا ششم و هفتم و هشتم از ماه ذوالحجه رو روزه بگیره. و فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم، و 7 روز رو بعد از اینکه از حج فارغ شد، تلک عشرتون کامله، این میشه یک دهه کامل. ذالک، این حکم برای کسانی است، حکم آخری روزه گرفتن 3 روز، یا در 7 روز قبل از حج، کسی که از عمره قصد حج بکنه. فذالک، این حکم، لمن لم یکن، برای کسی است که لم یکن، نبوده، اهله، اهل عیالش، خانوادهش، حاضر المسجد الحرام، در حاضر نبودن پیش مسجد الحرام، یعنی ساکن اطراف مسجد الحرام نبودن، یعنی اهل مکه نباشن. خلاصه این آیینه، این حکم، کسان این حکم برای کسایی است که در اهل مکه نیستن، یعنی مسافرن، از خارج از مکه اومدن. کسی از خارج از مکه نیت عمره داشته باشه، بره اونجا و بعد نیت حج بکنه، قبلش نیت حج نداشته، این حکم برای اون، اما کسی که در داخل مکه است، این حکم برای اون نیست، یعنی نیازی نیست که روزه بگیره. و تقوا الله، یعنی نیازی نیست اصلا کنه قربانی بده، و چون به بدل قربانی روزه بود، پس برش روزه واجب نمیشه، اگه قربانی هم نداشت روزه هم نمیخواد، اصلا قربانی واجب نمیشه که باز بدل قربانی واجب بشه. و تقوا الله، از الله تعالی بترس، همیشه تقوا پیشه کنید، پرهیزکاری فراموش نکنید، و علمو ان الله شدید العقاب، بدانید که الله تعالی بسیار شدید العقاب است، شدید گرفتش، عقاب، عقوبت، گرفت الله تعالی بسیار زیاد است. یک نکته ای که فقط اینجا مهم است، ببینید بعد از حج باز هم اینجا بحث تقوا ذکر میشه، یعنی هر عبادتی رو الله تعالی که ذکر میکنه بعدش میگه تقوا. روزه هم اومد، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه بر شما واجب شده همونجوری که بر امتهای قبل شما واجب شده بود، باشد که به تقوا برسید. اینجا هم باز بحث تقوا ذکر میشه، قبلش در جهاد هم
بحث واتقوا الله ذکر شده بود، بحث تقوا ذکر شده، بحث جهاد هم تمام عبادتهایی که الله تعالی فرض کرده بر امتش، برای امت رسول صلی الله علیه و سلم و بندگانش، به خاطر اینکه به تقوا برسن. تقوا چیست؟ اتباع و اطاعت از هر آن چیزی که الله تعالی امر کرده و پرهیز از هر آن چیزی که منع کرده. این نیروی درونی با عبادت‌های خالصانه به وجود میاد تا انسان اطاعت کنه هر آن چیزی که الله دستور داده و پرهیز کنه از آن چیزی که منع کرده. تلاوت این آیات رو میشنویم، برمیگردیم به صورت بسیار مختصر، مجبوریم که دو صفحه دیگر هم همینجوری گذرا ترجمه‌اش رو با هم داشته باشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقتل بران شيء تاچ دانش تعبیر بش بك شو هستنیست در عبادت ها، عبادت فقط برای الله تعالی است. انسان باید فکرش، ذهنش، تمام کارش برای الله تعالی باشه و نباید از این چیزها باید پرهیز بکنه. این چیزها در فسوق و جدال همیشه ناپسنده، اما در حج بیشتر. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، و آن چیزی که و ما تفعلوا و آنچه انجام میدهید من خیر از کارهای نیک، یعلمه الله، الله تعالی آن را میداند. و تزودوا، و شما بیفزایید و تزودوا زیاد بکنید. تزودوا زیاد بکنید، زاد و توشه برای خودتون، زاد و توشه برای خودتون زیاد کنید، یعنی زاد و توشه خودتون رو کامل بردارید برای خودتون. اینجور نشه که شما برای حج دارید میرید بسط را از این و از اون و از این و از اون بگیرید، هی دست سوال و گدایی درست کنید پیش این و اون. و تزود و فإن خیر الزاد التقوى، و فراموش نکنید که فإن خیر الزاد بهترین توشه تقوا است. فراموش نکنید که بهترین توشه تقوا است، همون گونه‌ای که در حج شما به اندازه کافی پول برمی‌دارید برای خودتون و حرکت می‌کنید، میرید تا به هر حال محتاج خودتون رو در بیارید و به این امید، به این فکر هستید که این یک سفره، این سفر سختی ها داره و توشه داشته باشید. فراموش نکنید سفر مهمتر از این هم شما دارید و اون قیامت هست، و در این فرصت حج برای اون سفر برای خودتون تا توشه بردارید، همونجوری که تو این سفر نیاز به توشه دارید اونجا هم نیاز به توشه دارید. و فراموش نکنید که اون توشه برای شما بهتر هست، و این خیر الزاد التقوا بهترین توشه تقواست. و یک تعبیر ترجمه دیگه هم علامه شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه از این داره، تعبیر بسیار زیبایی است که میفهمد فإن خیر زاد التقوا، این گونه ترجمه میکنه که شما توشه بیفزایید، یعنی توشهاتون بیشتر بکنید برای خودتون، زاد بردارید توشه. فإن خیر زاد به خوبی ترجمه، چون ایشون ترجمه فارسی زیبایی داره، میفرماید که فإن خیر زاد همونه که خوبی توشه، خیر زاد خوبی توشه برداشتن تقواست، یعنی پرهیز از گدایی. اینجا تقوا رو معنی لغوی ترجمه کردیشون، تقوا یعنی پرهیز، پرهیزکاری، پرهیزکاری از این که دست پیشین درست کنید، دست پیشین درست کنید. اینم یکی از نکات ظریفی که من در ترجمه علامه شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه دید. و تقون یا اولی الالباب، و پرهیز تقوا پیشه کنید ای صاحبان خرد، ای عقلمندان. من از ترجمه های اضافی پرهیز میکنم، و چون میدونم اگه شروع بکنم یک صفحه هم کامل نمیشه، فقط به ترجمه تحت لفظی صرف اکتفا میکنم. لیس علیکم جناح، هیچ ملامتی نیست برای شما. یک سوالی پیش میاد که حالا اگر کسی در ایام حج به فکر، خب یه بازاری هست ایام حج، خیلی ها میتونن تجارت داشته باشن، خرید فروش داشته باشن، آیا ما چون عبادت میکنیم دیگه اصلا به اینها هم نپردازیم؟ الله تعالی میفرما لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس علیکم نیست بر شما جناح، ملامتی، گناهی، ان تبتغوا این که بخواهید، طلب بکنید، فضلا من ربکم، بخششی رو از جانب پروردگار خودتون. اینجا منظور تجارت هست و خرید و فروش در ایام حج اشاره شده به الله تعالی. فضل من ربکم یعنی همه این خود تجارت از جانب الله تعالی است، این فضل الله تعالی به شماست. ملامتی بر شما نیست که در ایام حج این هم بپردازید، ولی شرط نباید نیت از حج عمره این بوده باشه، همونجوری که در آیه اول آیه 396 فرمود و اتم الحج و عمره لله، حج و عمره نیت اصلی به خاطر الله تعالی، به نیت حج، به نیت عمره است، نه به خاطر آوردن سوغاتی و کادو و خرید و فروش و تجارت و قیافه گرفتن و عکس گرفتن و برگردن به من بگن حاجی و فلان، نه. فاذا افضتم من عرفات، پس هرگاه افضتم سرازیر شدید، برگشتید، من عرفات، از عرفات، عرفات همون اسم عرفات مشخص است، یکی از مشاعر الله تعالی روی زمین در کنار مکه مکرم. فذكر الله عند المشعر الحرام، پس یاد کنید الله تعالی رو بعد در مشعر الحرام. مشعر الحرام اسم همون منطقه مزدلفه است
و من عرفات، خب حاجی روز عرفه به عرفات میرن، در صحرای عرفات میمونن و رکن اصلی حج هست، حتما باید اونجا باشن حداقل بعد از نماز ظهر تا غروب آفتاب، و بعد از اون در شب عید قربان حرکت میکنن به سمت مشعر الحرام یا همون مزدلفه. عرفات مزدلفه بین عرفات و مکه مکرمه قرار داره، مزدلفه بین عرفات و مکه مکرمه است، از عرفات میان به مزدلفه، بعد از مزدلفه به منا و از منا به حرم مکی زائران در حرکت هستند. فذکر الله عند المشعر الحرام، شما الله تعالی در مشعر الحرام یاد بکنید، در مزدلفه شب رو حجاج در شب عید رو شب عید قربان در مزدلفه میمونن. وذکروه کما هداکم، و همون گونه یاد بکنید او رو، همان گونه ای که شما رو هدایت کرد و به شما تعلیم داده. و این کنتم من قبله لمن الظالمین، هرچند که بودید من قبله قبل از این لمن الظالمین، از کسانی که راه رو گم کردن و نمیدونستید که چگونه شما حج بکنید. و الله تعالی از طریق رسول صلی الله علیه و سلم آیین و احکام حج رو کاملا برای ما شرح داد و فرمود خود و علی مناسککم، به من فرمود از من یاد بگیرید مناسک حجتون رو، و برای امت تبیین شد. ثم سپس بعد از مزدلفه افیضو، حرکت کنید سرازیر بشید، من حیث و افاض الناس، همون گونه که مردم سرازیر میشن. این چون اینجا برای مردم حکمش واضح و مشخص بود، صحابه میدونستن که بعد از مزدلفه دیگه باید حرکت بکنن به سمت منا برن، ذکر نشد اسم منا. ثم افیض من حیث افاض الناس، حرکت کنید از همون جایی که همون گونه که مردم حرکت میکردن، و استغفر الله، و الله تعالی رو استغفار بکنید. حج محل استغفار، همونجوری که رمضان محل دعا بود، در بین آیات رمضانی اسم دعا ذکر میشد، در ایام حج هم آیات حج اینجا باز استغفار ذکر میشه، محل توبه است. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که کسی که حج بکنه و فلم یرفث ولم یفسق، و فسق فجور گناه نداشته باشه، همبستر نشه با همسرش، رجع کیوم ولدته امه، گونه ای برمیگرده انگار که از مادر تازه متولد شده و تمام گناهانش پاک میشه. ان الله غفور و رحیم، همان که الله تعالی بسیار بخشنده و مهربان است. فاذا قضیتم مناسککم، پس آن هنگامی که به جا آوردید، قضیتم، به جا آوردید مناسککم، مناسک حجتون رو، فذکر الله که ذکرکم، اینجا اشاره به روز عید قربان داره در ابتدای صبح که حجاج برمیگردن به منا. فذکر الله که ذکرکم آباءکم، در بحث رمی جمرات، وقتی که جمرات رو میخوان بزنن، اون شیطان هایی که به هر حال در سه روز اول عید بعد زده بشه. فذکر الله که ذکرکم آباءکم، اونجا الله رو زیاد یاد بکنید، الله رو یاد بکنید، همون گونه که آبای خودتون یاد میکنید. عرب ها عادت داشتن بعد از اینکه عبادتاشون تمام میشد در روز عید قربان، در روز عید به هر حال حج میکردن، ولی نه به این شکلی که ما میکنیم، یک کلیاتی از حج رو داشتن و جمع میشدن در منا با هم دیگه، از آبا و اجدادشون رو فخر فروشی میکردن و همینجوری میگفتن و میگفتن، خستم نمیشدن از اینکه افتخارات آبا و اجدادشون رو بگن. الله تعالی میفرماید که وقتی که مراسمتون تمام شد، چگونه اون موقع انقدر با شغل و شوق و حرص و ولع از آبا و اجدادتون میگفتید، همین گونه الله این دفعه یک ذکر الله تعالی رو داشته باشین، او اشد ذکر، فذکر الله کذکرکم آباءکم، الله تعالی رو ذکر کنید، همون گونه یاد کنید، همون گونه که پدرانتون آبا و اجدادتون یاد میکردید، یا بلکه بیشتر از اون حتی، او اشد ذکر. فمن الناس من یقول، ادعی از مردم، پس ادعی از مردم هستن، فمن الناس من یقول، که میگوین ربنا، پروردگارا آتنا فی الدنیا، به ما تو همین دنیا بده، و ما له فی الاخرت من خلاق، و این انسان ما له و نیست برای او فی الاخرت، در آخرت، من خلاق، هیچ نصیبی در آخرت ندار. اینجا الله تعالی اشاره میکنه به اینکه انسان ها حتی کفار هم، الله تعالی دعای هر کسی رو که دعا بکنه بر اساس حکمت خودش، اینجوری نیست که فقط مسلمان ها دعا بکنن دعا اونها قبول بشه، حتی کفار مشرکین هم، کفار هم بعضی وقتا خالصانه دعا میکنن. الله تعالی میفرمایند فاذا ركبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، مشرکین قریش هم این گونه بودن، وقتی که ابو جهل، ابو لهب، امثالش، وقتی سوار کشتی می شدن و کشتی در حال غرق شدن بود، با خلوص نیت خالصانه الله تعالی رو دعا می کردن. فلما نجاهم الى البر اذا هم مشرکون، وقتی که نجات می دادیم می رفتن به خشکی، دوباره مشرک می شدن. و این گونه است که الله تعالی دعای مشرکین رو هم قبول می کنه، هر چند گاهی دعای مسلمان ها قبول میشه، دعای مشرکین رو هم اگر بخواد قبول میکنه. اینجوری نیست که مشرکی دعا کرد ابدا قبول نکنه، نه، دعای اونها رو الله تعالی بندگان خودش رو دوست داره، ولی مشرکین رو، اما اینکه روز قیامت چه حساب کتاب میشه، اون بحث به جای خودش باقی است. الله تعالی میفرماید یه دین فقط میخوان دنیا رو داشته باشن. در باز سوره مارکه آل عمران ما شبیه همین محتوا در آیه 35 داریم که الله تعالی اونجا میفرماید که هر کسی که دنیا رو بخواد، من کان لید و حیات دنیا
نوفعله ما مال هم فيها. در سوره یونس این تعبیر هست مشابهش در سوره آل عمران، که هر کسی که مال دنیا رو بخواد و حاتم دنیا رو بخواد ما بهش میدیم، هر کسی که آخرت رو بخواد ما آخرت رو بهش میدیم. الله تعالی میفهمند ادعی میگن خود ما دنیا رو میخوایم، اینو کسایی که اعتقاد به آخرت نداره مسلمان نیستن و الله تعالی میفهمند ما بهش میدیم ولی در آخرت چیزی نداره. و من هم یقول ادعی از مردم هستن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدا در دنیا به ما نیکی بده، و فی الاخره حسنه، و در آخرت هم به ما نیکی بده، و قنا عذاب النار، و نجات بده ما را. و قه، این کلمه قه خودش یک فعله، قه و وا، و میگوین قه نا نجات بده، قه یعنی نجات بده. یک حرف جالبه که یک حرف قاف، قه یعنی نجات بده ما را، قه نجات بده نا ما را، قنا نجات بده ما را، و قنا عذاب النار از عذاب آتش. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و این همون قول مؤمنین هست، اون قول مخلصین هست، که میتونیم این رو، این آیه وای قبلی رو برای حجاج هم استفاده بکنیم، که بگیم حجاج چند هستن؟ یک دسته اینجوریان که میگن خدا هر چی میرن تو دبای حج دعا میگن خدا به ما بده، تجارت بده، مال بده، برج بده، ماشین بده، پول بده، ثروت بده، خونه بده، دعا بده، هر چی دعا میکنه همش از این دنیا است. و من الناس ما یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، خدا نجات بده ما رو. و عده دیگه هستن که میگن خدا در دنیا هم به ما نیکی بده. اینجا یک اطلاق شده امر نیکی که الله تعالی خودش بهتر میدونه که چه نیکی باشه، و یا الله به ما نیکی بده در دنیا و در آخرت هم، و ما رو از آتش جهنم نجات بده. اولای که لهم نصیب مما کسبوا، اینها این عده کسانی که فرمایند که دو خدای در دنیا به ما نیکی بده در آخرت هم بده، برای اونها نصیبی است از اون چیزی که کسب کردن. هر کسی نصیبی داره از عبادت های خودش، از اعمال خودش، هر کی هر چی بخواد همون رو کسب خواهد کرد. الله سریع الحساب، الله تعالی بسیار سریع است در حساب و کتاب خودش. آیه 203 هم ادامه موضوع حج هست و تکمیلی موضوع حج. وذکر الله فی ایام معدودات، و شما یاد بکنین الله رو در روزهای مشخص، معدودات مشخص، این اشاره به سه روز بعد از عید قربان داره، روز اول عید قربان، دوم و سومش، که وقت روز چهارم که در بحث رمی جمرات اونجا جمرات زده میشه. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی، و روز اول، دوم و سوم، بله. و فمن تعجل فی یومین، هر کسی که عجله بکنه، فمن تعجل، هر کسی که عجله کرد در دو روز، یعنی اینکه خواست در دو روز تموم بکنه در رمی جمرات رو، اون شیطان هایی رو که میرن و میزنن، اگر خواست کسی خواست در دو روز تموم بکنه عبادت خودش رو، فلا اثم علی، ملامتی بر اون نیست. یعنی روز دهم، یازدهم، دهم که تموم میشه، یازدهم و دوازدهم، یعنی روز دوازدهم تموم بکنه کار مراسم حج خودش رو، ملامتی بر اون نیست. و من تاخر، اگر کسی تاخیر کرد، یعنی روز سیزدهم رو هم نشست، یعنی سه روزش کرد، فمن تأخر فلا اثم علی، اگر کسی خواست یک روزم اضافه بکنه ملامتی برای اون نیست. لمن اتقا، برای کسانی که تقوا پیشه میکنن، برای کسانی که این حکم برای کسانی است که از تقوای الله تعالی میترسن و پرهیزکارن. و اتقوا الله، از الله تعالی بترسید، و علموا انکم الیه تحشرون، و بدونید که شما به پیش الله تعالی برمیگردید. یکی از مواردی که انسان رو به تقوا میرسونه این موضوع است، و اتقوا الله، و اتقوا الله شبیه همین مورد مدعیس 96 هم داشتیم، و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید و نقاب، بترسید که بدونید از الله، بترسید و بدونید که الله بسیار گرفت سختی داره. وقتی انسان میدونه گرفت الله تعالی بسیار سخته، بیشتر حواسش برای خودش جمع هست. وقتی اینجا هم و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون، بترسید از الله تعالی و بدونید که شما یک روز پیشش برمیگردید و حشر میشید باش، حشر میشید پیشش. و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون، وقتی که انسان میدونه که پیش الله تعالی حاضر خواهد شد، بیشتر حواسش جمعه و بیشتر به فکر خودش هست و بیشتر رعایت میکنه. اجازه بدید ترجمه صفحات رو تموم بکنیم، که اگر ان شاء الله وقتی فرصتی باقی مون برای تلاوتش بعدن. و گروه سومی رو باز الله تعالی اینجا معرفی میفرماید از مردم، و من الناس، یه گروه دیگه از مردم هستن. یه گروهی فقط به فکر دنیا بودن، هیچ اون که رفت. یکی دیگه به فکر دنیا و آخرتن. یه گروه سومی الله تعالی اینجا میفرماید و من الناس من یعجبک که قول فی الحیات الدنیا. یه دی هستن از مردم، من یعجبک که کسی که یعجبک و تعجب با میدارد تو را، قوله، قول اون شخص، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا. و یشهد الله علی ما فی قلبی، و الله رو هم شاهد میگیره، و شاهد میگیره الله رو در اون چیزی که در قلب خودش داره، یعنی به زبون چیزهایی میگه، داره حرف میزنه. ای پیامبر ما، وقتی میاد این انسان با تو صحبت میکنه، چنان
به تعجب وامی داره شما رو، صحبتاش، سخنش، شیوای کلامش، فصاحت بیانش. شما هم تعجب میکنه، شما پیامبر ما هم تعجب میکنه که این چه انسانیه. و بعد قلبش رو که کسی خبر نداره، اون انسان چیکار میکنه؟ اون انسان میاد و قسم میخوره به قلب خودش، به خدا قسم که من قلب من اینطوریه، نیت من اینه، باور من اینه، اعتقاد من اینه. الله رو شاهد میگیره بر اون چیزی که در قلبش داره. و هو و اون علت دل خصام لجوج ترین دشمنان تو است. خصام از خصومت میاد، دشمنی خصام یعنی دشمن. این از بدترین هاست، این از لجوج ترین هاست. این صفت منافقینه. ایده از منافقین وقتی که میومدن محضر رسول صلی الله علیه و سلم شروع میکردن تعریف و تمجید و از خدا و رسول میگفتن و قسم بر الله تعالی میخوردن، الله تعالی میفهمد اینها ولو اینکه تو رو به شگفتی واداشتن، اما اینها دشمنان سختی هن. و اذا تولا سعا فی الارض، اینا وقتی که روی برمیگردونن پیش تو، از پیش تو حرکت میکنن میرن، سعا فی الارض تلاش میکنن در روی زمین تو فساد بکنن، لیفسد فیها، تو فساد بکنن در روی زمین. وای حالی کن حرث و نسل، اینها کشت ها رو از بین میبرن، اینها نسل ها رو از بین میبرن. والله لا يحب الفساد، اینها الله تعالی فساد رو دوست نداره. اینها صفات، یک از صفات منافقین با صفات 8 تا 20 در ابتدای سوره وقتی کنار هم میگذاریم، خیلی از اینها صفات منافقین همینه. همیشه وقتی که میان تعریف و تمجید میکنن، اینها کسانی هستن که به دنبال براندازی نسل موحدینن، اینها دنبال کسانی هستن که دنبال از بین بردن کشت و کشتزارها هستن، اینها کسانی هستن که فساد میکنن و هلاکت ایجاد میکنن، و اینها هیچ وقت به دنبال خیر و نیکی نیستن. گرچه اینها ادعا میکنن همونجوری که در ابتدای بقره فرمود الله تعالی پیدا کرده لهم لا تفسدوا في الارض، وقتی اونا میگه چرا انقدر فساد میکنید. ببینید اینجا هم کلمه فساد در زمین ذکر میشه. وقتی اونا گفته میشه فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح میکنیم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. و وقتی به اینها گفته بشه و اذا قيل لهم اتق الله، وقتی اونها گفته بشه از الله بترس، بترس از الله، تقوا پیشه کن، از خدا بترس، اخذت العزه بالاسم، غرور میگیرتش، اخذت رو میگیرد او رو، العزت و غرور و تکبرش، بالاسم از روی گناه و تمرد. فحسبه جهنم، پس جهنم برای اینو کافیه. فحسبه، پس کافی است برای او جهنم. بالا بئس المهاد، و چه بد جایگاهی است جهنم. یک نکته ظریف اینجا هست، احیانا خدای نکرده ما در جامعه خودمون مشاهده میشه که با تا به کسی میگه آقا از خدا بترس، طرف برمیگرده ناراحت میشه، عصبانی میشه، بهش میگه از خدا بترس، چی من از خدا نمیترسم، من فلان نمیکنم. یعنی واکنش نشون دادن در برابر این خود این جمله، جمله از خدا بترس خیلی حرف زیباییه، کجاش مشکل داره؟ خیلی هم زیباست. اتفاقا یک کسی بیاد به ما بگه از خدا بترس، از خدا بترس یعنی چی؟ یعنی من خیرخواه تو هم، تو یعنی به فکر آخرتت باش، به فکر دینت باش، به فکر این باش که بهش برسی، یعنی یک خیرخواهی مطلق، یعنی تمام این جمله همش خیرخواهیه، سر تا پای این جمله خیرخواهیه. و اذا قیل، خدا نکنه که ما وقتی که سیما میگه از خدا بترس واکنش نشون بدیم، پرهیز بکنیم از این اخلاق، که خدای نکرده اگه کسی ما گفت از خدا بترس، در جا بگیم چشم، بپذیریم، نه که بگیم هرچی اون گفت شاید حرفاش، این جمله درسته، گفت از خدا بترس، بگیم چشم، از خدا میترسم. حالا اینکه ادامه جمله چی هست و معنا و مفهومش یک بحث جداست. اما این جمله چون یک از صفات منافقین ذکر میشه در این آیه، وقتی که اونا گفته میشه از خدا بترس، اون غرور و تکبر میگیرتش و جواب نمیده، نمیپذیره این رو. والله تعالی میفهمه جهنم برای اینا کافی است. در آیه 207 الله تعالی باز در مقابل این منافقین ایده دیگه رو ذکر میکنه که مؤمنین مخلصین هستن و من الناس و از مردم هستن، کسانی که یشری نفسه میفروشد، نفس خودش رو، یعنی اینجا فدا میکنه نفس خودش رو، به معنای یبیع و میاد، یشتی اینجا معنای یبیع و میاد یعنی فروختن. گفتیم کلمه شرا به معنای هم فروش میاد هم خرید، اینجا معنی فروش اومده. کسانی هستن که میفروشن نفس خودشون رو ابتغاء به خاطر به دست آوردن مرضات الله، رضایت الله تعالی. الله رؤوف بالعباد، و الله تعالی مهربان است به بندگان خودش. جالب اینجا که بحث فروختن میاد، کسی فدا میکنه جونش رو به خاطر خدا، بعد ادامه الله تعالی میفهمد که الله بندگانش مهربانه برای بندگان خودش، در حالی که بحث فدا کردن داره میاد. و این اشاره به این داره که خود اون کسی که خودش رو فدا میکنه به خاطر الله تعالی، مجاهدی که جان خودش رو میده در راه خدا، انقدر محبت داره به الله تعالی و انقدر شیفته
نعمت‌های الله تعالی است و وعده‌های الله تعالی است و رضایت الله تعالی است که از جان خودش می‌گذره و الله تعالی که مهربان به بندگان خودش، الله تعالی پاسخ میده. در مقابل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، در آیه 110 سوره مبارکه توبه الله تعالی می‌فرماید که الله تعالی جان‌ها و مال‌های مسلمان‌ها رو، انسان‌ها رو، از اونها، از مؤمنین رو، مال‌ها و جان‌های اونها رو می‌خره و بهشت رو به اونها میده و الله مهربان است به بندگان خودش و اونها رو گونه‌ای که شایسته است تقدیر خواهد کرد. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ادخلوا فی السلم کافتا، داخل باشید در اسلام، سلم در اسلام، کافتا همتن، جور نشه که یک حکم رو بپذیرید یک حکم رو نپذیرید، کاملا تسلیم حکم الله تعالی بشید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، و پیروی نکنید از قدم ها، خطوات جمع خطوه است، یعنی گام های شیطان، گام های شیطان رو پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، اون برای شما یک دشمن آشکار است. اینجوری نشه که شما در اسلام همه تن وارد بشید، هر اون چیزی که در اسلام هست بپذیرید، اون چیزی که در اسلام نیست نپذیرید و پیرو هوا و هوس شیطان نشید، دنبال شیطان نرید، دنبال راه هوس انحرافات نرید، دنبال بدعت ها و خرافات نرید. اینگونه نشه که شیطان شما رو بفریبه و کامتن داخل بشید در اسلام. اون چیزی که پیامبر فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چیزی که پیامبر فرمود بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، در شش سوره حد 8 رسول الله تعالی میفرماد که هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما امر کرد بگیرید و هر اون چیزی که رو من کرده اون رو ازش پرهیز کنید. این همین معنای ادخلوا فی السلم کافه هست، یعنی همه تن قبول کنید. اینجور نشه که ببینید مصلحت چی میشه، مصلحت ما چی میگه، ببینیم شرایط جامعه چی میگه. نه دیگه، انسان مسلمان تسلیم شده شایسته نیست وقتی که در برابر حکم الله و رسول قرار گرفت. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، در سوره شورى مکه حزب الله تعالی میفرماید که شایسته نیست برای یک انسان مسلمان، مرد و زنش، که وقتی که حکم الله و رسول براش مشخص شد که خودش رو مختار بدونه در برابر حکم الله و یا رسولش و همه تن باید بپذیره و قول مؤمنین در برابر حکم الله و رسول اینه که یقول سمعنا و اطعنا، که میگن ما ایمان آوردیم، شنیدیم و اطاعت میکنیم. و لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین، همون او برای شما دشمنی آشکار هست. دعای موند، وقت ما هم تموم شد. انشاءالله این دعای رو من به برنامه بعدی موکول میکنم و برحال از اینکه مقداری ترجمه ما به درازا کشید پوزش میطلبم. انشاءالله در برنامه بعدی مختصر ترش خواهیم کرد. احیانا بعضی جاها احساس میکنم نیاز هست که مقدار بیشتر توضیح داده بشه تا مفاهیم اونجوری که شایسته هست برداشت بشه و خدای نکرده سوی برداشت از مفاهیم نشه. و انشاءالله در برنامه بعدی، ما آخرین برنامه قبل از رمضان هست و انشاءالله ساعتهای پخش و روزهای پخش در رمضان رو در خدمت شما انشاءالله اعلام خواهیم کرد. در رمضان این مقداری روزها ثابت خواهد بود و شاید ساعت رو مقداری تغییر بدیم انشاءالله، یعنی حتما ساعت رو تغییر می‌خوایم داد و انشاءالله با در برنامه بعد ساعت‌ها رو دقیق‌تر حالا من قطعی بشه انشاءالله بیان خواهیم کرد خدمت شما و اینکه برنامه ما در رمضان چگونه خواهد بود. و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و تقاضای دعا برای خود و خانواده و تمام عزیزانی که از دنیا رفتن، از تمام جمع ما و شما، پدران، مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، دوستان و آشنایان، اساتید و شاگردان و تمام امت موحدی که قبل از ما و شما از دنیا رفتن و حتی برنامه بعدی همه شما عزیزان رو بنده متعال می سپارم. الله یار و نگهدار شما. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن